بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن, نحيا بالقرآن, نحيا بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام عليكم كلام خدمة شما خبان عزيزان مهربانان مي توفیقات روز الله تعالی قرین راه شما باد الله رو شاکریم از اینکه که یک بار دیگر این توفیق نصیب گشت تا در خدمت شما خوبان و عزیزان و مهربانان باشیم با محفل دیگر از محفل های قرآنی حفظ قرآن کریم در هفته که گذشت برای اولین بار کلاس حفظ قرآن ما متاسفانه برقرار نشد و به حال من خیلی سعی کردم که خودم رو به این برنامه برسونم متاسفانه به خاطر مرضی که داشتم نتونستم هرچند که آثار اون مریضی همچنان باقی است امیدوارم که بتونم ان این برنامه رو اجرا بکنم تا آخرش ان به دعای خیر شما خوبان و عزیزان و در آخرین جلسه ای که به همراه شما عزیزان داشتیم تو آیه 82 سوره مبارکه انعام رو به همراه شما عزیزان و خوبان پیش رفتیم و از اونجایی که در برنامه گذشته کوتاهی از طرف بنده بود و نتونستم حاضر بشم این حق رو به شما عزیزان هم میدم که ما همون درسی رو که قرار بود در هفته گذشته حفظ بکنیم این رو در این هفته دوباره تکرار بکنیم به همراه شما عزیزان از آیات 83 به بعد از سری مبارکه انعام امروز ان شاء بیاری الله متعال و دعای خیر شما خوبان و مهربانان از آیه 83 بعد از میان برنامه آغاز خواهیم کرد به ترجمه این آیات پیش رو ان شاء الله صفحه 138 و صفحه 139 مصحف عثمان تها رو به همراه شما عزیزان و خوبان ترجمه اون رو با هم مروری خواهیم داشت تا ان در صفحه در هفته پیش رو این آیات رو به همراه شما عزیزان حفظ بکنیم عزیزانی که حفظ کردن که خب به هل مراد عزیزانی که شاید اونا هم به مانند ما فرصت رو غنیمت شمردن و گفتن خب دیگه حالا استاد نیست ما هم دیگه تعطیل دیگه این هفته برنامه نیست و ما هم حفظ نکنیم اون هم دیگه به حال این هفته ان با هم حفظ خواهیم کرد در ان بعد از یک میان برنامه برمیگردیم خدمت شما عزیزان در این برنامه ان این دو سفر به همراه شما خوبان و عزیزان اگر الله تعالی یاری کرد تا آخرش انشاءالله پیش خواهیم رفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون توحيد أمنية الدنيا وآخرتها برای سلام مجدد خدمت شما خوبان و عزیزان در ادامه داستان ابراهیم علیه السلام و مناظره اون و بحثش با مشرکین و قانع ساختن اونها و تلاش ابراهیم علیه السلام برای نجات قومش دلایلی رو که سیدنا ابراهیم علیه السلام بزرگترین بچکن تاریخ برای قومش عرض داشت رو الله متعال در آیه هشتا دو سوم فرمود که اینها دلایلی بودند که من الله با عظمت خودم با قدرت خودم به ابراهیم داده بودم و هر کسی رو که من بخوام درجاتش رو بالا میبرم و هر کسی رو که بخوام مقامش رو بالاتر و بالاتر میرسونم در پایان این آیه ما همچین تعبیری داشتیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تلک حجتنا اتیناها ابراهیم على قومه نرفع درجات من نشا و اینها تلک آنچه گذشت اینهایی که گذشت حجتنا دلیل ما بود برهانهایی بود از طرف ما و قبلا هم اشاره کردم که هر وقت که الله تعالی زمیر جمع برای خودشون استفاده میکنن نشان از عظمت است و نشان از قدرت است و این دلایل و تلک حجتنا و اینها دلایل و نشانهای نشانهای بود که من الله با عظمت خودم آتیناها دادم اونها را ابراهیم به ابراهیم علا قومیه تا بر علیه قوم خودش استفاده بکنم نرفع دراجات من نشاء بالا میبریم من الله با عظمت خودم بالا میبرم درجات هر کسی رو که بخوام این که حکیم و علیم همانا پروردگارت پروردگارت حکیم است و بسیار علم دارد بسیار با حکمت است و بسیار با علم و درایت است تعبیر حکیم اینجا بر لفظ علیم مقدم شده در این آیه و اکثرا ما میبینیم در آیات گذشته هم حتما دقت کردید که علی من حکیم یا علی من حکیما علی مقدم بود بر حکیم اما اینجا سیاق و سباق آیات میطلبید که اینجا صحبت از حکمت باشه چون که ابراهیم علیه السلام در بحثی که با قوم خودش داشت از حکمت حکمتی که از الله تعالی به اون رسیده بود و بهره برده بود نعمتی که الله تعالی بهش داده بود اون حکمت در دعوت رو اون گونه ای که شایسته بود استفاده کرد الله تعالی اینجا حکمت رو مقدم دانست و مقدم شمرد بر علم حکیم و علیم صفت حک... حکیمیت رو برای الله تعالی بر صفت علم اینجا مقدم شمرد الله متعال و وهبنا له اسحاق و یعقوب و وهبنا و ما هدیه دادیم بخشیدیم برای او برای ابراهیم علیه السلام اسحاق اسحاق پسر ابراهیم علیه السلام پسر دومش که از اسماعیل کوچکتر بود و یعقوب و همچنین یعقوب رو یعقوب رو میدونیم که یعقوب پدر یوسف علیه السلام فرزند حضرت اسحاق و نوه حضرت ابراهیم علیه السلام. اسحاق فرزند دوم حضرت ابراهیم علیه السلام سلام هست و مادرش غیر از مادر اسماعیل هست حتما عزیزان به خاطر دارن که حضرت ابراهیم علیه السلام سلام دو تا همسر داشت از بین این دو همسر بر حال از این دو همسر دو تا پسر الله تعالی در کهنسالی به حضرت ابراهیم علیه السلام هدیه داد و اول اسماعیل به دنیا آمد از هاجر هاجر حضرت هاجر علیه السلام از لحاظ سنی به ابراهیم علیه السلام نمی رسید یعنی ایشون جوان بود حضرت هاجر جوان بود و کنیزی بود که به حضرت ساره داده شده بود حضرت ساره همسر اول حضرت ابراهیم است و حضرت ابراهیم و حضرت ساره هر دو در سن به درجه رسیده بودن، به سنی رسیده بودن که هیچ امیدی برای فرزند نداشتن بعدها حضرت ابراهیم علیه السلام از حضرت حاجر داست... الله تعالی بهشون فرزندی داد حضرت اسماعیل که جد بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و داستانش رو حتما مفصل میدونید که چاه زمزم هم یادگار اسماعیل زبیح الله است بعدها دستور رسید که حضرت اسمایل رو ابراهیم علیه السلام زف بکنه داستان حضرت اسماعیل در این آیات ذکر میشه اما جلوتر میاد اینجا الله تعالی اسحاق رو ذکر میکنه پسر دوم رو پسری که از ساره بود یا تعبیر فارسی ترش سارا علیها السلام همسر ابراهیم علیه السلام حضرت اسحاق اینجا الله تعالی هدیه‌ای که به حضرت ابراهیم علیه السلام داد اشاره به اسحاق شد با اینکه اسحاق دومی بود قبل از اون اسماعیل آمده بود اما از اونجایی که اسحاق در حضور حضرت ابراهیم علیه السلام بود حضرت اسماعیل رو حضرت اس... ابرا... ابراهیم علیه السلام در مکه گذاشت و رفت و هر چند سال یک دفعه می اومد و یک گذرش میافتاد بر مکه و یک سری میزد به حضرت اسماعیل علیه السلام اما حضرت اسحاق پیوسته در خدمت پدر ابراهیم علیه السلام حاضر بود و این هدیه را الله تعالی ابتدا ذکر کرد از اونجایی که حضرت ابراهیم علیه السلام وجود اسحاق رو همیشه احساس میکرد و از نسل اسحاق یعقوب دنیا آمد فرزند اسحاق و از نسل یعقوب هم میدونیم که باز یوسف علیه السلام هست و دیگر فرزندان و دیگر پیامبران بنی اسرائیل و اگه یادتون باشه در آیه 93 سوره آل امران هم ذکر کردیم که اونجا الله تعالی لفظ اسرائیل رو ذکر کرد برای یعقوب لقب اسرائیل اسرائیل لقب یعقوب علیه السلام هست به معنای عبدالله اسرائیل یعنی عبدالله لفظ اسرائیل یعنی عبدالله لقب حضرت یعقوب علیه السلام است و تمام پیامبران بنی اسرائیل و وقت ذکر میکنیم یعنی فرزندان یعقوب من جمله حضرت موسی من جمله حضرت عیسی اینها از فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام هستند کلا هدینا همه اینها رو الله تعالی میفهمد که ما هدایت کردیم هر کدوم از اینها رو هم اسحاق رو و هم یعقوب رو الله تعالی اشاره فرمود به این که در ابتدا برای ابراهیم علیه و السلام هدیه ای داد فرزند نازنینی به اسم اسحاق و برای اسحاق فرزند نازنینی به اسم یعقوب علیه الصلا و السلام علاوه بر این که الله تعالی به نعمت فرزند اشاره فرمود نعمت مهمتری رو هم ذکر کرد که این فرزند ها یک صفات خاصی داشتن و مهمترین صفت اینها این بود که کلا هدینا اینها رو ما هدایت هم کرده بودیم نه تنها فرزند های عادی نبودن ما از نسل ابراهیم علیه السلام کسانی رو هدایت کردیم و چون امکان داشت که یک ادهی باز بیان بگن خب پدرش آذر کافر بود درسته که فرزندانش انسان کریمی بودن انسان بزرگواری بودن ولی پدرش کافر بود باز الله تعالی در ادامه آیه اشاره میفرماد به یکی از اجداد ابراهیم علیه السلام جد دهمشون ده اونجوری که گفته میشه نوح علیه السلام و نوحا هدینا من قبلو و نوح را نیز هدینا هدایت کردیم ما من قبل قبل از اون یعنی قبل از ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام جد بزرگوار سیدن ابراهیم علیه السلام هست و میتونیم بگیم که جد تمام انبیا هم بعد از خودشون میشه حضرت ابراهیم علیه السلام هم جد در تمام انبیا بعد از خود هست و حضرت نوح هم که جد بزرگتر حضرت ابراهیم علیه السلام و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و من ذریته و از ذریه اون و از ذریه اون این زمیر ها زمیره, زمیر اینجا برمیگرده احتمال داره که زمیر برگرده به حضرت ابراهیم علیه السلام و یا به حضرت نو به هر دوی این بزرگواران میتونه برگرده برخی از مفسرین این زمیر رو برگردونن به حضرت نو علیه السلام که جد بزرگتر هست و برخی رو این رو برگردوندن به خود حضرت ابراهیم علیه السلام و به نظر میاد که این تعبیر یعنی اینکه زمین رو برگردن به حضرت ابراهیم علیه السلام مناسب تر باشه از اونجایی که سیاق و سباق آیات همه درباره حضرت ابراهیم علیه السلام هست و آنچه که در ادامه هم ذکر میشه به جز یک نفر هیچ ده نفر رو الله تعالی از انبیاء بزرگوارش در این آیات پشت سر هم نامشون رو ذکر میکنه و یک نفر از اینها و یک نفر که نوح علیه السلام هست بزرگتر هست جد بزرگوار حضرت ابراهیم است یک نفر دیگه هم برادرزاده حضرت ابراهیم علیه السلام هست حضرت لوط و دیگران همه اون کسانی که در این آیات ذکر میشن همه از نسل خود حضرت ابراهیم علیه السلام هستند و از ذریه و من و از داوود از ابراهیم علیه السلام ما داوود رو بهش دادیم و من ذریته داود علیه السلام پیامبر یکی از پیامبران بنی اسرائیل وقتی میگیم پیامبران بنی اسرائیل یعنی بعد از یعقوب علیه السلام یعنی از نسل یعقوب علیه السلام حتی بعد از یوسف علیه السلام دقت کنید که در این آیات ترتیب ها ترتیب در انبیایی که ذکر میشن ترتیب زیاد رعایت نشده بر اساس تفاوت شباهت‌های های زندگی های این بزرگواران دستبندی شدن اینها در کنار هم که بهش میرسیم و من هی داود و سلیمان داود علیه السلام از اون جمله انبیایی هست که الله تعالی بهشون مال و پادشاهی داد و داود علیه السلام به مقام پادشاهی رسید و بعد از داود علیه السلام هم فرزند بزرگوارشون سلیمان نبی علیه السلام تاج و تخت رو از پدر بزرگوارش داود به ارث برد و داود و سلیمان و داوود و سلیمان داوود و سلیمان پدر و پسر و ایوب و بعد از اینو همچنان ما ایوب رو دادیم به ابراهیم علیه السلام از نسل اونه دیگه نه هم از نسل ابراهیم علیه السلام است و یوسف و همچنین یوسف رو یوسف که پسر یعقوب و پسر اسحاق نوه اسحاق و جد بزرگوارش میشه ابراهیم علیه السلام دقت کنید در این دو پیامبر بزرگوار ذکر ایوب بعد از سلیمان نبی ارتباط بین این دو زندگی این دو بزرگوار خیلی شبیه هم هست در قسمت هایی سلیمان علیه السلام را الله تعالی در یک بازه زمانی در یک مدتی از زمان پادشاهی را از ایشون گرفت و دوباره باز بهشون پس داد ایوب علیه السلام را هم ما میدونیم که حضرت ایوب از اون انبیای بزرگواری است که آزمایش های بسیار سختی شد ثروت بسیار فراوانی داشت از اونجایی که به هر الله تعالی بهشون مال داده بود و ثروت داده بود و تجارت داده بود و به اندازه یک پادشاه ثروت داشت تمام این ثروت رو ازشون گرفت و بلکه فراتر از اون حتی فرزندانی که داشت رو الله تعالی یکی پس از دیگری گرفت و آزمایش و ابتلای بسیار سختی شد بیمار شد بسیار بیمار شد ما یک کمی سرما میخوریم یک هفته میفتیم یک گوشه ای اما حضرت ایوب علیه السلام چند سال بیمار بود و الله تعالی ایشون رو مبتلا کرد به این آزمایش سخت و موفق برامد به حدی که الله تعالی ازش تعریف کرد فرمود این نوجد نه و نعمل نعم العبد و انه اواب ما ایوب رو صابر یافتیم و چقدر زیباست وقتی که الله تعالی از بنده اینگونه تعریف بکنم و بگه که من این بنده رو صابر یافتم نعم العبد چه بنده خوبی بود انه اواب بسیار توبه پذیر بود بسیار توبه میکرد و بسیار استغفار میکرد ذکر ایوب علیه السلام بعد از سلیمان به خاطر تشابه در اون نعمت است که از هر دو گرفته شد باز به هر دو پس داده شد الله تعالی باز سلامتی حضرت ایوب علیه السلام رو بهش پس داد و اون مال و نعمت رو دوباره بهش برگردوند و بلکه به اندازه اون فرزندانی که داشتن دو برابر اون بار دیگر الله تعالی به حضرت ایوب داد ذکر یوسف علیه السلام بعد از ذکر حضرت ایوب هم باز تشابه بین زندگی ایوب و یوسف رو نشون میده علیه السلام حضرت ایوب علیه السلام از اهل و خانواده و دوستان و عزیزانی که داشت دور شد اونها رو الله تعالی از اون گرفت و بیمار شد و اون ناز و نعمتی که داشت از دست داد و دوباره باز باز پست داده شد حضرت یوسف علیه السلام هم در زندگی مبارکش این اتفاقات براش افتاد از پدر و از برادران ناتنی خودش از منطقه و اهل و ایالی که داشت به حال دور شد بعد فروخته شد بعد در قصر اونجا رفت و اون داستان مفصلش رو که حتما همه عزیزان دیدید و در یوسف انشاءالله به تفصیل در صحبت خواهیم کرد و بعد, بعد از اینکه در قصر تهمت زده شد تهمت زده شد بسیار ناجمان مردانه به زندان افتاد به خاطر یک تهمت از طرف یک به زن تما و به زندان افتاد و بعد از اون از زندان دوباره آزاد شد و بعد وزیر شد و بعد وزیر پادشاه شد و بسیار به حال ارج و مقام پیدا کرد نزد کسانی که بودند و اینجا ما داوود و سلیمان علیه السلام رو داشتیم که مقام پادشاهی رسیدن ایوب به مقام گوی امارت رسید اگر پادشاهی پادشاهی نرسید باز هم به مقامی از امارت رسید یوسف علیه السلام وزیر شد تا اینجا تشابه این چهار نفر که در کنار هم ذکر میشه چون اینها تا حدودی در مقام هایی رسیدن که کمتر انبیایی غیر از اینها رسیدن همچنین بعد از این چهار نفر موسی و هارون رو ما داریم در ادامه در جمع شش نفری این پیامبران بزرگوار موسی و هارون حضرت موسی که ماشاءالله همه معرف حضور همه هست دیگه به حال انقدر نامش در قرآن ذکر شده بیش از هر کسی نامش ذکر شده و یکی از پیامبران بنی اسرائیل است یکی از نوادگان حضرت یعقوب هست علیه الصلاه و و به نسل حضرت ابراهیم میرسه جد بزرگوار حضرت موسی حضرت ابراهیم هست حضرت موسی علیه السلام برادرشون هارون هست هارون برادر حضرت موسی است و در سوره تاها به تفصیل خواهیم خواهیم جریان نیابت و نگه نگیم نیابت بگیم که همکاری هارون رو با موسی علیه السلام که حضرت موسی از الله تعالی درخواست کرد که شما برای من وزیری از اهل من قرار بده هارون برادرم رو وزیر من بکن وجه لی وزیر من اهلی هارون اخی هارون برادرم رو وزیر من قرار بده از اونجایی که حضرت موسی لکنت زبان داشت و نمیتونست راحت صحبت بکنه حضرت هارون رو تقاضا کرد که الله تعالی برای ایشون به عنوان دست راست ایشون قرار بده تا سخنگوی ایشون هم باشه و همکارشون در نبوت و الله تعالی حضرت هارون رو هم به درجه نبوت رسون و ایشون رو هم همکار حضرت موسی قرار داد بعد ها ذکر موسی و هارون ذکر موسی بعد از نام یوسف علیه السلام اشاره لطیفی به مشکلات زندگی این دو بزرگوار داره حضرت یوسف علیه السلام در کودکی از خانواده با بیمهری رانده شد به چاه افتاد در چاهی از آب اونجا بعدها فروخته شد بعدها کفالت این رو پادشاه مصر به عهده گرفت و در خانه پادشاه مصر بزرگ شد همون گونه که موسی علیه السلام در بچگی به آب انداخته شد به مانند یوسف علیه السلام با این تفاوت که موسی طفلی شیرخوار بود در گهواره به رودخانه انداخته شد حضرت موسی نوجوانی بود با روی که خورشیدی رو در چاهی انداختن بعد از اینکه بر اون حسد بردند و رشک بردند حضرت موسی علیه السلام هم همین گونه در آب انداخته شد و بعد تصادفی به خانه پادشاه مصر را یافت و به خانه فرعون مصر رفت و در خانه فرعون مصر به دست سیدتنا بانوی تاریخ بشر آسیه رضی الله عنها سلام الله علیها بزرگ شد و اونجا در کاخ فرعون مصر رشد کرد همون گونه که حضرت یوسف علیه السلام همچین زندگی داشت و بعدها باز به اهل و تایفه و ایال خودش برگشت حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه فراری شد به سمت مدین رفت اونجا باز دوباره از مدین برگشت دوباره باز به مصر برگشت بعد از اون دوباره ظلم ها و شکنجه ها دید به مانند یوسف که در زندان 9 سال حدود 9 سال در زندان گفته میشه بر هر روایت ارجح تر بین 7 تا 9 سال در زندان مان حضرت موسی هم از بنی اسرائیل درد ها کشید در نجات اونها از دست فرعون بعد از فرعون هم به حکومت رسید یعنی بعد از اینکه فرعون هلاک شد از بین رفت دیگه میتونیم بگیم که حاکم اون منطقه کلا حضرت موسی علیه السلام و, بود و حضرت ها در این شش تا پیامبری که اینجا ذکر میشه ما میبینیم که هر این شش بزرگوار داوود، سلیمان، ایوب، یوسف و موسا و هارون یک وجه مشترک بین همه این عزیزان هست و اون این که همه این بزرگواران الله تعالی آزمایش های سخت اینها رو در زندگی کرد به درجه های از پادشاهی رسیدن در دنیا هم علاوه بر این که در دین بر حال حرف اول رو میزدند در قوم خودشون در دیانت هم اینها به مقامی رسیدن که خیلی از قوم نرسید و نجز محسنین و این گونه ما پاداش میدهیم و کدالیکا این گونه پاداش میدهیم دهیم نجز و کدالیکا یعنی این گونه نجزی پاداش میدهیم من الله با عظمت خودم پاداش میدم محسنین رو نیکوکاران رو در این آیه الله تعالی در پایان همه این بزرگواران و عزیزان رو به نیکوکاری متصف کرد و اونها رو این گونه وصف نمود اشاره لطیفی است به این که این عزیزان با وجود اینکه مشکلات زیادی در زندگی داشتن به مانند ایوب به مانند یوسف به مانند موسی و هارون اما هرگز چه در اون دوران سختی ها و چه در مشکلاتشون چه در زندان چه در چاه چه در بستر بیماری چه در غربت چه در شکنجه چه در فرار کردن از مثل سمت مدین از طرف موسی علیه السلام همه این عزیزان نیکوکاری رو فراموش نکردند. در همه سختی ها در همه مشقت ها در همه مصیبت ها باز اون اخلاق کریمانه اون مرام یک مرد الهی از اینها هویدا بود و هرگز این رو فراموش نکردن در ادامه الله تعالی بعد از اینکه شش نفر از انبیای الهی رو ذکر نمود که به درجه های از پادشاهی و وزارت و امارت رسیده بودند به عزیزان دیگری از انبیای الهی اشاره فرمود که اونها باز به دست برخلاف این عده که خودشون به پادشاهی رسیدن و به امارت و وزارت رسیدن اونها به دست پادشاهان و امیران و وزیران چه شکنجه ها که ندیدن و بلکه کشته شدن و زندان انداخته شدن و سبب شد این ظلم و شکنجه پادشاهان و امیران و وزیران که اونها در زندگی سختی ها و مشکلات فراوانی رو ببینن در ادامه الله تعالی فرمود و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس و همچنین ما دادیم به یعقوب زکریا رو که دادیم به ابراهیم علیه السلام اینا همه در امتداد اون و هبناست و زکریا و زکرية رو ما دادیم از نسل ابراهیم به اون و همچنین یحیی رو دادیم به عیسی و الیاس رو زکریا علیه السلام در سوره آل امران درباره حضرت زکریا بیشتر صحبت کردیم میدونید که حضرت زکریا هم یکی از انبیای الهی بنی اسرائیل بود از قوم یعقوب علیه السلام نوادگان یعقوب علیه السلام و حضرت زکریا داماد حضرت مریمه داماد حضرت مریمه و پدر حضرت است زکریا و یحیی بعد از این که حضرت یحیا اینجا ذکر میشه اینا پدر و پسرن. زکریا یحیا پسر حضرت زکریا است و حضرت زکریا داماد حضرت مریم یعنی شوهر خواهر حضرت مریمه به تعبیری ساده تر میشه شوهر خاله حضرت ایسا حضرت زکریا شوهر خاله حضرت ایسا است و حضرت یحیا و حضرت ایسا پسر خاله بودن با هم حضرت یحیا و حضرت ایسا علیه مطسلات و السلام اینا هم با هم در یک زمان هم بودن پسر خاله با هم بودن حضرت زکریا و حضرت یحیا و حضرت ایسا هم دوره بودن هم زمان با هم و حضرت زکریا و حضرت یحیا به دست پادشاهان زمانه خودشون کشته شدن حضرت زکریا و حضرت یحیا رو سر بریدن با اره کشتند هر دو بزرگوار هر دو پیامبر بزرگوار الهی کشته شدند به دست پادشاهان ظالم زمانه خودشون حضرت عیسی علیه السلام هم که از همین جمع هست و از همین به حال خانواده بود و در همین اصل زمان زندگی می کرده هم مورد تهدید پادشاهان زمانه خودش بود و پا به فرار گذاشت حتی اون به قول یهودیان که به زعم باطل اونها که در آیه 157 و 158 سوره مبارکه نساء هم در این باب صحبت کردیم الله تعالی فرمود که اونها این گمان رو داشتن که ما کشتیم حضرت عیسی علیه السلام رو به سریب کشیدیم بلکه این کار رو هرگز نکردن و الله تعالی حضرت عیسی رو به آسمان برد اما قبل از اینکه حضرت عیسی علیه السلام با آسمان برده بشه حضرت عیسی مسیح ملقب به مسیح شد چرا که خانه این نداشت که در اون زندگی بکنه و همیشه در سیاحت و گشت و گذار بود یکی از تعابیری که برای کلمه مسیح استفاده میشه حضرت عیسی علیه و سلام هم مشکلات بسیار زیادی رو دید قربونش برم منشون هم یکی دو سالی از من سنش بزرگتر بود که رفت با آسمون سی, و سی سالش بود و ایشون در همون زمان رفت تا اینشان در روز قیامت برگرده اما از دست پادشاهان زمانی خودش بسیار دردها کشید و زجرها دید حضرت الیاس هم که بعد از این بزرگواران ذکر میشه گرچه لحاظ ترتیب زمانی حضرت الیاس قبل از حضرت تمام این انبیاء عزیزی که اینجا ذکر شد در این آیه زکریا و یحیی و عیسی از اینها چندین قرن قبل از این بزرگواران بوده اما در پایان اینها الله تعالی حضرت الیاس رو هم ذکر میکنه حضرت الیاس در قرآن دو بار نام بزرگوارش نام مبارکش دو بار ذکر شده و ما زیاد درباره ایشون توضیحات زیادی رو که مستند باشه ما موثق باشه از قرآن و حدیث ما نداریم در قرآن یک بار اینجا ذکر میشه نام مبارکشون یا یک بار دیگه هم در سوره مبارک صافات از آیه 123 تا آیه 132 داستان حضرت الیاس رو الله تعالی ذکر میکنه و با قومی درگیر بود کنجا مجسمه به اسم بعل داشتن و واسطه بین خود و الله تعالی میدانستن و میپرستیدن دیگه عبادت میکردن و حدود یازده آیه در اگر اون ده آیه رو اونجا حساب بکنیم با این یک آیه یازده آیه درباره حضرت الیاس صحبت شده در قرآن کریم و در سنت صحیح هم ما زیاد درباره حضرت الیاس صحبت آنچنانی نداریم و اما اون چیزی که برخی از روایات مثل علامه ابن کسیر و دیگران در تفاصیل خودشون ذکر کردن حضرت الیاس علیه السلام هم در زمانه خودش با پادشاه زمانه خودش که یک ملکه بود یک زن بود با پادش از دست اون زنی که کافر بود و به حال قوم خودش رو به گمراهی و بود پرستی کشنده بود بسیار مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفت ویژگی که این چهار صفت مشترکی که این چهار نبی بزرگ در این آیه داشتن این که از دست انبیای زمانی خودشون بسیار مورد ظلم و شکنجه و عذاب و آزار و اذیت قرار گرفتن علاوه و بر این میشه از کلمه تعبیر آخر آیه این گونه برداشت کرد که این عزیزان بسیار زاهدانه زندگی کردن اینها این عزیزان چون زندگی اینها برخلاف شش پیامبر گذشته که البته نه اون کل زندگی شش پیامبر گذشته پر از زندگی برخی از سالهای زندگی اون شش پیامبر گذشته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون پادشاهی بود ناز و نعمت بود و احترام بر حال متقابل بود البته بنی اسرائیل به حضرت موسی هیچ وقت احترام آنچنانی هم نگذاشتن پدر حضرت موسی رو در آوردن بنی اسرائیل اما خب از لحاظ مادی نعمت های زیادی رو نصیب شدند و هر از فرعون و فرعونیان مان به دست موسی علیه السلام و, و قومش رسید و به تعبیر قرآنی کمتر کم جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو و فیها فاکهین کذلك و اورثناها قوما آخرین و الله تعالی فرمود چه قصرها و باغها و نعمتها و آسایش و رفاهی رو که قوم فرعون بعد از خود به جای نگذاشتن و این گونه بود که ما اونها رو به ارث گذاشتیم برای قوم دیگر که همون قوم بنی اسرائیل بود و همون اتباع حضرت موسی علیه السلام برخلاف زندگی که اون شش پیامبر گذشته داشتن در رفاه و آسایش پیامبران عزیز دیگری که در این آیه ذکر شده و یحیی و عیسی و, و الیاس زندگی بسیار زاهدانه ای داشتن و زندگی بسیار سختی در امرار معاش برها روزانه قوت غالب زندگیشون داشتن و حضرت زکریا هم که در سوری آل امران که ایشون با وجود این که پا به سن گذاشته بود حتی فرزندی هم نداشت و حضرت یحیی رو هم الله تعالی در آخرین روزا در سالهای پیری به ایشون هدیه داد و در حالی که خود ایشون اصلا کلا و هم همسر ایشون هم خود ایشون ناامید بودن از هر گونه فرزندی الله تعالی حضرت یحیی رو از دست حضرت زکریا قرار داد که هر دوی بزرگواران به شهادت رسیدند كل من من الصالحين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين همي انها از نيكو كاران بودن از انسان هاي بسيار صالح ما بودن واسماعيل واليسع ويونس ولوطا انجا در آیه بعدی باز الله تعالی شهار نفر رو ذکر میکنه إسماعيل و ويونس و إسماعيل و علیه و السلام اسماعیل فرزند اول حضرت ابراهیم علیه السلام هست و جالب است که اینجا اسماعیل علیه السلام رو ما در آیه 86 ششم داریم بعد از اینکه بسیاری از انبیاء حدود ده نفر از انبیا یازده نفر و حتی قبل از نام حضرت ابراهیم ما اینجا نزدیک سیزده نفر نام ذکر میشه تا از اسماعیل علیه السلام میرسه در حالی که اولین فرزند حضرت ابراهیم هست شاید حکمت از الله تعالی حکمتش این بوده که اسماعیل علیه السلام نامش رو اینجا ذکر میکنه بعد از فاصله ای که بین نام ابراهیم علیه السلام در آیه 83 و نام مبارک اسمایل در این آیه یعنی آیه 86 میفته افتاده تا اشاره به این داشته باشه که حضرت اسماعیل و ابراهیم با هم فاصله افتاده بود بینشون اینها زندگیشون از هم دور بود اینها کنار هم نبودن همون اشاره که در ابتدا داشتم در جریان حضرت اسحاق و اینکه چرا ابتدا اسحاق ذکر شد چون اسحاق همیشه در محضر حضرت ابراهیم علیه السلام در حضورش حاضر بود و ازش جدا نشد بالاخره مادرش حاجر. مادرش ساره بود و ساره هم خانم اول بود دیگه همیشه خانم دوم این مشکلات داره ولی اینکه ساره اینکه اون خانم دوم هاجر باشه ولی اینکه اون خانم دوم جوان‌تر هم باشه همیشه خانم اول به حال زورش بیشتره دیگه ولی اینکه ابراهیم علیه السلام هم همسر باشه خانم اول پیش حضرت ابراهیم بود و فرزند و خانم اول گرچه دوم به دنیا آمده بود بازم پیش حضرت ابراهیم بود قربون همین اینها بریم اما حضرت اسماعیل و حضرت ساره رو همجوری که میدونیم الله تعالی دستور داد رسول ابراهیم علیه و به مکه اینها رو برد و حال بانی مکه شدن دیگه کل قومی که بعدها در مکه زندگی کردن حضرت اسماعیل علیه السلام از اونها زن گرفت و حضرت اسماعیل علیه السلام جد بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم هم است و همین افتخار برای حضرت اسماعیل علیه السلام کافی است علاوه بر اینکه فرزند ابراهیم علیه السلام هست پدر بزرگوار خیر البشر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم هست حضرت اسماعیل رو پدر عرب هم مینامند بعضی البته عرب مستعربه نه عرب اصیلی که از یمن بعدها رفته بودن حضرت اسماعیل در مکه ساکن شد بعد قبیله جرهم که اولین ساکنین قبیله مکه بودن زن گرفت و همونجا ازدواج کرد و بعدها از نسل اون قریش به حال به عرصه زندگی پای گذاشت و رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونها به دنیا جالبه که ببینیم بین پدر و پسرها اینجا بین ما جریان یعقوب و یوسف رو هم پدر و پسر داریم اینجا الله تعالی پشت سر هم ذکر نکرد در حالی که داود و سلیمان رو پشت سر هم ذکر کرد زکریا و یحیی رو پشت سر هم ذکر کرد اسحاق و یعقوب رو پشت سر هم ذکر کرد الله تعالی این همه پدر و پسر هم. اسحاق یعقوب زکریا و یحیی و داود و سلیمان چون این عزیزان با هم بودن همون جوری که اسحاق رو در ابتدا ذکر کرد و وهبنا له اسحاق به ابراهیم علیه السلام اسحاق رو ذکر کرد چون با هم بودن اما یعقوب و یوسف رو کنار هم ذکر نکرد چون حضرت یعقوب و یوسف میدونیم که حضرت یعقوب و یوسف علیه السلام هم فاصله بسیار زیادی بین دو عزیز بود و این بزرگواران هم با هم نبودن ما الان بین اسم یعقوب در آیه 84 و وهبنا له اسحاق و یعقوب تا وقتی که میرسیم به یوسف حدود 4 5 تا از انبیای دیگر الله تعالی ذکر کرد و گفتم که ترتیب زمانی مهم نیست اتفاقات زندگی ها سبب شده که الله تعالی این گونه اینها رو قرار بده والله اعلم و اسماعیل و الیسع اسماعیل الله تعالی اینجا ذکر کرد بعد از اینکه فاصله افتاد بین اون و پدرش ابراهیم علیه السلام و, و الیسع و یونس و لوط و یسع و یونس و لوط یسع حضرت یسع یکی از انبیاء الهی است که نامش در قرآن کریم دو مرتبه ذکر میشه که اینجا و یکی در سوره مبارکه صاد آیه 45 اونجا هم الله تعالی نام حضرت یسع رو ذکر میکنه حضرت یسع درباره حضرت یسع باز هم به مانند حضرت الیاس ما آنچه که در قرآن کریم ذکر شده فقط نام این بزرگوار است دو مرتبه بدون هیچ گونه توضیحی بیشتری درباره این عزیز و الله تعالی ایشون رو یکی از انبیای الهی ذکر کرده و میدونیم که در قرآن کریم فقط 25 نفر از انبیای الهی نامشون ذکر شده و در آیه 164 سوره نساء اگر بخاطر داشته باشه در لای تعالی فرمود و رسولا قد قط قصصنا هم علیک من قبل و رسولا لم نقصص هم علیک ما خیلی از انبیایی رو هست که اصلا میگه عده از انبیا رو برای تو ای برای ما ذکر کردیم ذکر نامشون رو و یک دیر اصلا برای ذکر نکردیم و رسولا لم نقصص هم علیک خیلی از انبیا الهی هستن که ما اصلا هیچ خبری از اونها نداریم حتی نامشون رو هم ما نمیدونیم الحمدلله که با صدقه نام حضرت یسع رو میدونیم اما گفته میشه که در برخی از روایاتی که بر حال از بنی اسرائیل هم برخیاش گرفته میشه گفته شده که برخیا میگن که حضرت یسع پسر عموی حضرت الیاس بوده و در بچگی پدر حضرت یسع ایشون رو در خدمت حضرت در خدمت حضرت الیاس گذاشته تا همونجا بزرگ بشه و نایب حضرت الیاس بوده یکی از اقوالی که گفته میشه اینه که حضرت یسع نایب حضرت الیاس است اما جالب هست که دوباری که نام یسع علیه السلام ذکر میشه در قرآن کریم هر دوبار پشت سر نام حضرت اسماعیل ذکر میشه نامش در سوره ساده هم باز همچین همچین تعبیر اونجا هم الله تعالی میفهمه و بعد کره عبادنا اسماعیل و یسع و ذل و کل من الاخیار و الله تعالی اونجا باز هم نام یسع رو بعد از اسماعیل ذکر میکنه شاید الله تعالی بهتر میداند به خاطر تشابه بین زندگی حضرت یسع و اسماعیل بوده باشه که در کودکی حضرت یسع اگر این روایتی رو که به حال بنی اسرائیلی ها ذکر میکنن اگر همچین روایتی درست بوده باشه که به مانند حضرت اسماعیل از خانواده دور شده بوده و تحت کفالت کسان دیگری بزرگ شده باشه مانند حضرت اسماعیل که میدونیم در بچگی از ابراهیم علیه و سلام به دور بود و مادر تنها بارستر بود و الله تعالی بهتر میدونه که چه شباهت های دیگری بین زندگی اسماعیل علیه و السلام بوده که در این دو دوبار نامی که دوباری که نامی است علیه سلطه و ذکر میشه هر دوبار بر از نام اسماعیل زبیه الله ذکر میشه نامش و یونوس و لوتا و همچنین یونوس و لوط و ما یونوس رو سوره کاملی به نام حضرت یونس داریم و جالبه که سوره یونس هم گرچه سوره شاید عزیزان فکر بکنن سوره یونس سوره نسبتا متولی هم است یعنی بیش از نصف جزء قرآن کریمه اما در سوره یونس به جز یک آیه هیچ صحبتی درباره حضرت یونس نیست برخلاف حضرت یوسف علیه السلام که سوره حضرت یوسف که به نام حضرت یوسف هست ما در سوره یوسف از همون آیه 5 که شروع میشه داستان حضرت یوسف تا آیه 110 بدون هیچ گونه وقفه 105 آیه پشت سر هم داستان حضرت یوسف متصل پشت سر هم 105 آیه درباره یوسف علیه السلام صحبت میشه و زندگیش اما درباره حضرت یونس با اینکه از لحاظ تعداد حجم سوره یوسف و یونس با هم تفاوت آنچنانی ندارند اما یک آیه بیشتر درباره حضرت یونس در سوره یونس ذکر نمیشه و اون هم همون جایی که حضرت یونس رو الله تعالی میفهمد که قوم خودش رو ترک کرده بود و رفته بود و دعا منتظر بود که عذاب بیاد قوم رفتن استغفار کردن توبه کردن گریه و زاری کردن ما هم عذاب رو از قوم برداشت به حضرت یونس علیه السلام هم یک از الهی است که دعاش و قوم خودش رو ترک کرد و هجرت کرد و رفت و ملامت شد بعدها از طرف الله تعالی و لوت هم و لوت علیه السلام و السلام نام حضرت لوت علیه السلام و که بعدها قوم ایشون هم به اسم قوم لوت مشهور شد حضرت لوط علیه السلام به تفسیر بیشتری درباره این عزیز صحبت شده در آیات مختلف در سوره مبارکه هود بیشتر درباره ایشون میخونیم حضرت لوط گفته میشه که برادرزاده حضرت ابراهیم علیه السلام هست و از بچگی نزد حضرت ابراهیم علیه السلام بزرگ شده و گویی که حضرت لوط هم از اونجایی که از بچگی نزد حضرت ابراهیم علیه السلام بزرگ شده گویی که از نسل خود حضرت ابراهیم بوده گویی که این هم در ز... کنار بقیه فرزندان حضرت ابراهیم و نوادگان حضرت ابراهیم ذکر میشه از این جمعیت فقط حضرت لوط از نسل حضرت ابراهیم علیه الصلاه و السلام نیست بقیه هم از نسل حضرت ابراهیم علیه الصلاه و السلام هستند و در باب لوط هم به اگر ما زمیر و من ذریتی که در ابتدا گفتم یک ایده میگن از ذریه رو به نوح علیه و السلام نسبت میدن خب هیچ شبهه‌ای در اون باقی نمیمونه که یقینا حضرت لوط از نسل حضرت نوح هست اما اگر زمیر رو برگردونیم به حضرت ابراهیم که اولاتر به نظر میاد چون سیاق و سباق درباره حضرت ابراهیم هست لوط هم از اون انبیایی است که گویی در زیر نظر حضرت ابراهیم علیه الصلاه و السلام بزرگ شده و همزمان هستن حضرت لوط و حضرت ابراهیم علیه الصلاه السلام دوره نبوتشون همزمان بوده و با هم ملاقات هم داشتن و الله تعالی از صحبت این دو بزرگوار صحبت از ملاقات اونها با همدیگه سخن میگه در سوره مختلف و از حضرت ابراهیم علیه السلام حتی وقتی که فرشتگان آمدن و خبر دادن که ما قوم لوط رو میخوایم بریم از بین ببریم حضرت ابراهیم علیه سات و السلام نگران برادرزاده خودش بود و گفت ان فیها لوطا ان ها لوطا گفت اون هم اونجا هست گفتن که نه ما اون رو نجات میدیم مگر اون همسرش که به شیمان نیاورد اون رو و اهلش رو و کسانی که ایمان آوردن نجات میدیم مگر همسرش رو که استثنای همسر از کلمه اهل خودش باز دلالت بر این داره که همسر جزء اهل بیت انسان هست در پایان ذکر نام 18 نفر از انبیای بزرگوار الهی ما در قرآن کریم 25 نفر رو الله تعالی از انبیای الهی نامشون رو ذکر کرده که اینجا 18 نفر از اونها نامشون ذکر شد فقط هفت نفر دیگه باقی مانده از میان 25 نفری که ذکر شده نام نازنین محمد صلی الله علیه و سلم در این جمع نیست خیر البشر و نام ابو البشر هم نیست آدم علیه السلام و این دو نفر نام ادریس و هود و شعیب هم در این جمع نیستن این شد پنج نفر دو نفر دیگه هم نیستن اونها رو برید بررسی بکنید که نیستن من نمیگم اون دو نفر دیگه و از در پایان ذکر این نام این هجده نفر الله تعالی میفرماید که و کل و کلا فضلنا علی العالمین و کلا و همه اینها را همه این بزرگواران و عزیزان را فضلنا برتری دادیم علی العالمین بر تمام عالمیان روی این نکته روی این تعبیر دقت کنید عزیزان که تعبیر بسیار مهم است در سوره مبارکه انعام همین سوره که ما داریم میخونیم اگر به خاطر داشته باشید من ذکر کردم که بیشتر مباحث اعتقادی مطرح میشه مثلا توحید معاد و نبوت این سه اصل اعتقادی مهم و مسئله نبوت در این آیات به تفصیل ببینید که چقدر در این چند آیه الله تعالی در موضوع نبوت تا آخر این صفحه نکات بسیار مهمی رو ذکر می‌فرمایند یکی از نکات همین مسئله است و کلا فضلنا علی العالمین و همه اینها رو و هم با کلا همه اینهایی که ذکر شده همه انبیا رو حالا اینجا فقط 18 نفر نامشون ذکر شده یعنی مجموعه انبیا که گفته میشه بیش از 120 و و چند هزار نفر هستن بیش از 120 هزار نفر همه این عزیزان را الله تعالی و کلا فضلنا ما اینها رو من الله تعالی با قدرت خودم عظمت خودم برتری دادم علی العالمین بر تمام عالمیان بلا استثناء و کلا فضلنا علی العالمین و همه اینها رو من بر عالمیان برتری دادم این آیه نشانه بر این داره دلالت بر این داره که هیچ درجه ای هیچ مقامی بالاتر از مقام نبوت نیست نیست درسته که در بین انبیا یک عده برترن بر دیگران فضلنا بعضهم و بعض ابراهیم علیه السلام و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم این دو بزرگوار از بقیه از لحاظ درجه و مقام بالاترن و امام الانبیا هستند در بین انبیا امامن در بین انبیا چون اینها نبی هستند به این درجه از نبوت رسیدن پیشوای این بزرگواران و عزیزان اما کسی که به درجه نبوت نرسه هرگز نمیتونه با اینها برابری بکنه چه برسه که بخواد درجه بالاتر از اینها داشته باشه گرچه که از بین خود اینها کسانی برتر بر دیگرانشون هستن و بین باز یعنی امام میشن برای انبیا به معنای اینکه پیشوای انبیا هستن پیشوای انبیا بزرگترین انبیا پیشوای بقیه انبیا الهی هستن که برها در این باب صحبت های ما قبلا هم داشتیم الله تعالی در هیچ آیه از کلام الله مجید اگر منصفانه بخوایم بیان بررسی بکنیم و اون چیزی که موجود هست هیچ آیه هیچ آیه ما نمیتونیم پیدا بکنیم که درباره این موضوع دلالت بکنه بر این موضوع دلالت بکنه که درجه بالاتر از نبوت هم وجود داره حالا بحث رسالت و نبوت اون بحث به جای خودش یعنی از انبیای الهی از این عزیزانی که اینجا ذکر میشه الله تعالی میفهمد که و فضلنا علی العالمین اینها رو ما بر تمام عالمیان برتری دادیم یعنی حضرت ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسا، هارون، زکریا، یحیا، ایسا، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط همه اینها بر غیر خود برتری دارند بر غیر از انبیای دیگه یعنی به جز انبیا یعنی غیر از کسان اینها اگر نبی باشه بله اما غیر از اینها و تمام انبیای الهی هر کسی که میخواد باشه هر ولی از اولیاء خدا که میخواد باشه به درجه اینها نمیرسه این رو الله تعالی میفهمد و صحبت من نیست و کلا فضلنا علی العالمین و ما تمام اینها رو بر تمام عالمیان برتری دادیم انبیا بر تمام عالمیان برتری دادن و اگر کسی بر این باور و اعتقاد باشه که درجه بالاتر است یعنی شخصی غیر از انبیا اینطور بگیم که کسی سوء استفاده نکنه شخصی غیر از انبیا درجه و مقامی داره بالاتر از مقام انبیا این انسان این اعتقادش کفره و اگر با این اعتقاد از دنیا رفت کافر از دنیا رفت اگر شخصی بر این اعتقاد و باور باشه که کسی غیر از انبیای الهی بر یکی از انبیای الهی برتری دارد کسی که نبی نیست پیامبر نیست غیر از انبیا کسی هست که درجه اون از انبیا بالاتر باشه این انسان این اعتقادش کفره و اگر با این اعتقاد از دنیا بره و توبه نکنه کافر از دنیا رفته به خاطر انکار سریح آیات و کلام الله مجید در این باب و طبیعتا کسی که کسی دیگری رو از انبیا الهی بالاتر بدونه به سراغ اونها میره و چون اونها رو الله تعالی زمانت نکرده و طبیعتا به بیراه را خواهد رفت در ادامه الله تعالی فرمود که و من آبائهم و همچنین از پدران این عزیزان و از ذریات هم و از فرزندانشون و اخوانهم هم و همچنین از برادران و خواهرانشون و جتبین هم ما یک رو برگزیدیم و هم و هدایت کردیم اجتبا کلمه مجتبا هم از همین مصدر هست و جتبین هم مجتبا هم یعنی برگزیده به معنی مصطفا هم از همین شبیه معنای مصطفا است استفا و اجتبا به یک معنی است و من هدایت کردیم من الله با عظمت و قدرت خودم هدایت کردم اونها رو الی سراط مستقیم به راه راست اهدن صراط المستقیم همون راهی که ما هر روز از الله تعالی میخوانیم میخواهیم هر روز از الله تعالی که ما را به راه راست هدایت بکنه که همون راه اتباع صحیح از دینی است که ما رو به الله تعالی میرسونه صراط الذین انعمت تعلیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم راون كساني كان الله تعالى نعمت داده است راهی که الله تعالی به اونها نعمت داده راهی کسانی که نعمت داده یادتون باشه در سوره نسا در سوره مبارکه نسا گفتیم راه کسانی رو که الله تعالی نعمت داده، کدوم راه عایشه است و نور به خاطر دارید و الله و رسول مع الذین انعم الله علیهم کسی که از الله و رسول اطاعت بکنه همون کسانی هستند که الله تعالی به یعنی همون کسانی هستند که به راه راست هدایت شدن اونها کیا هستند مع النبیین و صدیقین و و صالحین هر کسی که از راه الله تعالی و از رسولش اطاعت بکنه الله تعالی میفهمد من اون رو به همراه کسانی که منها نعمت دادم به همراه اونها محشور میکنم از انبیا که اینجا ذکرشون ذکر شد و از صدیقین و شهدا صدیقین شهدا و صالح در ادامه الله تعالی فرمود که ذالک هدا الله یهدی به من یشا این هدایت الله تعالی است ذالک آن گذاشت هدایت الله تعالی است یهدی که هدایت میکند با آن من یشا هر کسی رو که بخواد من عباده از بندگان خودش یک دی از بندگان در زندگی به نحوی زندگی میکنن به نحوی به دنبال حق و حقیقت هستن که الله تعالی در وجود اینها صفاتی رو میبینه که اونها رو شایسته هدایت میدانه و اونها رو شایسته هدایت میبینه و اونها رو به راه راست و هدایت میرسونه و اینه که الله تعالی وقتی که نظر میاندازه به قلب بنده ای و به شخصیت بنده ای به زندگی بنده ای صفاتی رو در وجود اون میبینه که اون رو هدایت میکنه نیست که اجبارا هر کسی رو که بخواد هدایت بکنه هر کسی رو هم که اجبارا بر راه زلالت ببینه نه به هر انسان ها در انتخاب خودشون مختار هستن الله تعالی صفاتی رو میبینه ویژگی هایی رو میبینه توانایی هایی رو میبینه که کمکش میکنه ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هر کسی که در راه تعالی در راه الله تعالی گام برداره و حرکت بکنه الله تعالی میفهمد که کسانی که در راه من تلاش میکنن من راه یقینا قطعا بهتمن راه حق به حقیقت و به هدایت رو بونها نشان خواهم داد ولو اشرکو و اگر شرک میکردند که این هیچ ده نفر از انبیایی که نامشون اینجا ذکر شد و تمام انبیا ولو اشرکو لحبط عنهم ما کانو یعملون ولو اشرکو و اگر شرک میکردند لحبط قطعا لام یعنی قطعا لا قطعا حبیطا نابود می شد انهم از آنها ما آنچه را که کانوی یعملون انجام می دقت کنید که پایان این هجده نفر بعد از اینکه الله تعالی فرمود اینها رو من بر همه دنیا برتری دادم انبیا رو بر تمام دنیا برتری دادم تمام انبیار اینها بهترین های دنیا هستند اما الله تعالی باز تاکید میفرماید همین بهترین های دنیا هم اگر شرک میکردن اگر اینها در یکی از صفات خواسته الله تعالی کسی دیگری رو داخل میکردن در این صفات شریک میدانستند در این صفت کسی دیگری رو به الله تعالی عالم الغیب میدانن کسی دیگری رو به الله تعالی خالق بدانند کسی دیگری رو به الله تعالی در صفت شفا دادن در صفت سمیع مطلق یعنی همه جا حاضر و ناظر بودن شنیدن همه چیز دیدن همه چیز اختیار عالم کسی در همچین صفاتی اگر این انبیا هم حتی می آمدن به الله تعالی کسی رو شریک می کردن لحب ما کانوی یعملون تمام آنچه که انجام داده بودن برباد می رفت بلو ابراهیم بلو اسماعیل بلو اسحاق ولو بقیه انبیای الهی که بودن ولو یوسف با همه اون مشکلاتش ولو ایوب با تمام اون سختی ها و مصیبتاش ولو موسی علیه السلام با تمام مجاهدتاش حتی این تعبیر رو درباره رسول صلی الله علیه وسلم سور و سلم در سوره زمرای 65 داریم که الله تعالی میفرماید که ولقد اوحی الیک قطعا یقینا پیامبر من ای محمد نازنین صلی الله علیه و سلم وحی شده به سمت تو و الی الذین من قبلک و همچنین ما قبل از تو این دی که اینجا الان ما کردیم که لایتان اینجا که این صحبت رو داره مطرح می‌فرماید به اونها هم گفته بودم که اگر ان اشرکت اگر ای پیامبر من شرک بکنی لا يحبطن عملک قطعا یقینا حتما تمام عملت برباد میره ولا تکونن من الخاسرین و یقینا از جمله زیان کاران خواهی بود حتی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اگر در یکی از صفات شخصی رو به الله تعالی شریک میدانست این استثناء استثناء وجود نداشت ایشون هم الله تعالی میفرماید که تمام اعمالت لیحبطن نعمالک قطعا اعمالت قطع از بین میرفت حواسمون باشه که حواسمون باشه که شرک از اون گناه هایی که ان الله لا یغفر و ایش رکبه اگه بدون توبه کسی از دنیا رفت هرگز بخشیده نمیشین هرگز امکان نداره این انسان بخشیده بشه و شرک بارهای اینو تعریف کردیم شرک واسطه تراشی بین خود و الله تعالی شرک که در آیه آخر صفحه بعد به این تفسیر بیشتری در این باب صحبت میکنیم ان شاء الله ولو اشرک كل حب طعنهم ما كانوا يعملون و اگر شرک میکردن باطل میشد به قطعا باطل میشد هر آنچه که انجام دادن اولئک الذين ولا ايك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوه آنها کسانی هستند وایک الذين انها کسانی هستند که اتیناهم دادیم به آنها من الله تعالی با عظمت و قدرت خودم اونها دادم الکتاب کتاب رو والحكم و حکمت به دادم علم محکم توانایی تشخیص حق از باطل و نبوته و همه اینا فراتر درجه نبوت رو من به اونها دادم اینها رو من به درجه نبوت رسوندم کتاب اونها دادم حکمت اونها دادم اگر حالا کسانی حاضر نباشن به اینها ایمان بیارن در زمان رسول صلی الله علیه و سلم مشرکین قریش خطاب این آیه بودن و در عصر و زمانهای دیگه هم هر کسی که سر باز بزنه از ایمان به این آیات و از ایمان به این انبیای الهی از ایمان به رسالتی که داشتن که همون رسالت توحید است و این یک اگر کسی کفر بکنه فاین یک اگر کسی کفر بکنه به این ف یک ها اگر فاین یک اگر کفر بکنن به این ها اولائی اونا ها یعنی آنها الله تعالی اینجا زمین غایب استفاده کرد تا اوج نشانه تحقیره اگر اونها اون کسانی که حالا اونها یعنی هم کسانی که توجه نمیکنن به این آیات و ایمان نمیارن اگر اونها کافر شدن به اینها به این آیات به این رسالت به این چیزهایی که ذکر میشه فقط وکلنا بها پس ما فقط پس به تحقیق که وکل نبیها قوما ما یک قومی رو قرار دادیم وکلنا قرار دادیم بها برای این مواردی که ذکر شد قوما قومی رو که لیسو بها بکافرین به نیستن لیسو نیستن بها به آنها بکافرین به کفر کنندگان الله تعالی میفهمد که اگر کسی ایمان نیاورد ایمان نیارن هستن کسانی که ایمان بیارن حق هیچ وقت روی زمین نمیونه اگر ادهی حق رو نپذیرن الله تعالی میفهمد ادهی دیگه هستن که حق رو بپذیرن اسلام هیچ وقت بدون متبع باقی نمیمونه اگر ادهی مسلمان نشن خیلی یا الله تعالی میفرماید هستن فقط وکننا بها قوما لیسو بها بکافرین اگر ادهی مرتد بشن خیلی ها که مسلمان باشن و مسلمان بشن و مسلمان باقی بمونن اسلام هرگز لباس اسلام بر زمین نمیمونه اگر کسی از تن خودش خارج کرد این لباس رو خیلی های دیگه هستن که میپوشن کسان دیگر میپوشن طبق این آیه هیچ وقت حق از روی زمین از بین نخواهد رفت اسلام هرگز از روی زمین برداشته نمیشه بلو این که تمام کفار دست به دست هم بدن تا چراغی رو که الله تعالی رو روشن کرده خاموش بکنن یریدون الی اون نور الله به افواههم الله متم ولو کریه الکافرون ولو کریه المشرکون الله تعالی نور نوری رو که برافروخته اون رو تکمین خواهد کرد بلو اینکه کافران و مشرکان نپسندن اولها الذین الله آنها انبیاء الهی کسانی هستند که الله تعالی آنها را هدایت کرده است فبی هده هم قتده. پس به هدایت آنان چنگ بزن اقتدا کن اقتده اقتدا کن دقت کنید چه تعبیر زیبایی است در آیات در آیه 86 ما آخر آیه الله تعالی فرمود و کلا فضلنا علی العالمین ما همه انبیا رو بر عالمیان برتری داد درجه بالاتر از نبوت وجود نداره کسی نیست غیر از انبیا که برابری بکنه با درجه انبیا یا از اونها بالاتر باشه محال اصلا همچین چیزی وجود نداره اما همین افراد رو الله تعالی فرمود اگر شرک بکنن تمام اعمالشون برباد و ببینید چقدر اینجا تعبیر ظریف و زیباست در این آیه این رو هم به خاطر داشته باشید نکات ظریف رو خوب به خاطر بسپرید اینها رو الله تعالی فرمود که هدایت شدن زمانت میکنن در آیه قبلی فرمود که اینا کتاب دادم اینا حکمت دادم اینا نبوت دادم اینها رو بر دنیا برتری دادم از اینا تعریف و تمجید کرد گفت من از صالحین فرمود که اینها به راه راست رسیدن گفت از محسنین هستن اما وقتی که بحث تقلید از اینها مطرح میشه چی میفرماید فبه به مقتده با اون راه هدایتی که رفتن اقتدا کن نه به خودشون یعنی به شخصش متوسل نشد نگفت فبه هم مقتده به خود اینها فهمود به اون راهی که رفتن نه شخص شخص مهم نیست شخص نیمده تا خودش بشه خدا تا خودش بشه واسطه به ما و خدا تا خودش بشه دست راست خدا نعوذ بالله تا خودش یک سری از صفات خدا رو آورده باشه شریک بشه در ملک خدا نه این عزیزان اینایی این که الله تعالی برتری داده الله تعالی میفرماید که شما به اون راهی که میره بعد اقتدا بکنید یک هادی یک راهنما اون راهش مهمه اون کلامی که به شما میرسونه مهمه اون دستوری که با خودش آورده مهمه شما اون راه رو باید برید اون مسیر رو باید برید اون اعتقاد رو باید قبول کنید اون باور رو باید قبول کنید اون اندیشه و فکر رو باید قبول کنید اون چیزی رو که دستور داده انجام بدید اون چیزی رو که من کرده انجام ندید نه که بچسبید به خود شخص که بگید خب برو پیش خدا شفاعت ما رو بکن به ما مال بده به ما مشکلات ما رو حل بکن دفع مذرت بکن جلب منفعت بکن ادرک نیا فلان یا فلان یا فلان نفع به هدا هم مقتده اقتدای شما از این افراد باید در اون مسیر هدایی که رفتن و به هدا هم با اون هدایتی که رفتن شما اون هدایت رو برید نه به خود شخص بچسبید که نه منو باید ببری به بهشت برسونی خودت من خود من تو رو میشناسم فقط من بر تو نظر رو نیاز کردم من کلا به خاطر تو شکستم من سرسونه روزی صد تا مشت به مغز خودم میکوبیدم به خاطر تو اینا هیچ فایده ای میرسیم آیا آخر سوره بعدی کلا یک تیره خلاصه برای تمام این اعتقادات و باورهای خرافی قل ای پیامبر من بگو لا اسالكم علیه اجرا من هیچ چیزی رو لا اسالكم نمی طلبم سوال نمی کنم سوال یعنی طلب لا اسالكم نمی طلبم علیه بر این دعوتی که دارم بر این چیزی که شما رو راهنمایی میکنم اجرا من هیچ اجر و پاداشی از شما نمیخوام آقا من چیزی نمیخوام از شما نمیخوام به من پول بدید نمیخوام به من پست و مقام بدید نمیخوام منو منصب بکنید نمیخوام رئیستون بکنید من اومدم تا راه رو به شما نشون بدم انسان در راه هدایت در راه دعوت وقتی که پول وسط بیاد وقتی که مال دنیا وسط میاد وقتی که حتام دنیا وسط بیاد قلب رو دگرگون میکنه و متغیر میکنه و همیشه یکی از نشانه های حقانیت یک راه همینه کسی که شما رو دعوت میکنه چیزی از شما نمیخواد چیزی از شما نمیخواد نمیگه به شما آقا تا خمس مارتو ندیره حجت قبول نمیشه یک دفعه با یکی از دکتری بود از تبریز با ایشون در مسجد الحرام من هم کلام شدم و درباره خمس با من صحبت میکرد و بحث میکرد و هی دلیل و دلایل می آورد که باید خمس بدیم بعد خمس بدیم و با اینکه در یک آیه قرآن کریم خمس بیشتر ذکر نشد آیه که سوره انفال و اون هم مال غنیمت جنگی کس کفار به دست میاد الله تعالی میفهمد که اون مجاهدین بعد خمسش رو بپردازن به بیت المال و در موارد کس مصرف میشه این رو هم میدونست اهل مطالعه قرآنی بود الحمدلله صحبت کردیم با شهید من دلیل می آوردم. این قبول نمی کرد گفتم برادر من آخه چه سوالی چه من در تعجب از این که من به شما میگم نمیخواد خمس بدی خمست مال خودت ناموست مال خودت به سیغه به کسی دیگه ای نده خمست مال خودت محفوظ مالت مال خودت محفوظ ناموست مال خودت محفوظ به کسی نده حرف منو گوش نمی کنی کسی که میگه نا جانتم بده به من ناموستم بده به من تو حرف اونو میپذیری مگر کسی هست که از شهوت و مال بدش بیاد اگر کوچکترین دلیلی اهل سنت پیدا میکردن برای این گرفتن خمس و سیغه میرفتن چون میگرفت کمی فکر کرد گفت راست میگید آجو خ. گفت آخه من قبل از اینکه که میام اینجا سی میلیون تومن گفت مال خمس دادم من گفتن اگه ندیم عمرت قبولیست، حجم نگفت بودن کاش حج میگفتن گفتن گفت بودن عمره گفتم اگه تو جوب آب میریختی شاید بهتر بود اون آخر جوب شاید چند نفر این پولا رو پیدا میکردن خوش میکردن استفاده میکردن الان دیگه تاون علل اسم و العدوان کردی این گلوله میشه میره تو فران کشور میخوره به سینی یک مسلمانی کشته بشه در راه دعوت اگر کسی به خاطر دعوت به خاطر راهنمایی به خاطر این راه انبیاست انبیای الهی هیچ وقت نیومدن از مردم پول بگیرن به خاطر اینکه دعوت بشه بره قل لا اسالکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین این دعوت ما نیست ان هو الا مگر ذکر للعالمین پندی است یادآوری است تذکری است برای جهانیان تلاوت این سفر رو با هم گوش میکنیم برمیگردیم صفحه بعدی رو در خدمت شما خواهیم با عرض سلام مجدد خدمت همه ما خوبان و عزیزان تلاوت این سفر با صدای زیبای استاد شیخ ادریس ابکر لاتلشون رو حفظ بکنه شنیدیم در ادامه آیات از سوری که انعام بعد از این که الله تعالی اده از انبیا رو معرفی نمود و در شناخت مقام نبوت نکات مهمی رو در خلال آیات مربوطه ذکر فرمود که این عده یعنی انبیاء الهی بر تمام غیر خود از انسان ها برتری دارند در مقام و در درجه به کسی که نبی نیست هرگز درجه و مقامی بالاتر از نبوت پیدا نخواهد کرد یعنی کسی که نبی نیست هرگز نمیتونه بالاتر از انبیا باشه و باز هم تاکید فرمود که اینها اگر اینها هم در شرک مبتلا میشدند با وجود علو شعنشون هرگز نجات یافتند. فرمود که اینها رو شما راهی رو که رفتن راهشون رو برید و از جمله صفات راهشون هم این بود که فقط به خاطر الله تعالی دعوت میدادن و هدفشون به دست آوردن مال دنیا و حتام دنیا نبود و پندیس برای عالم بیان در ادامه الله تعالی باز به عده اشاره میکنن که منکر مقام نبوت هستند اصلا اعتقادی گویی ندارن یعنی صحبتشون این گونه برمیاد که اینها گویا اعتقادی ندارند به اینکه نبی هست و انبیایی هستند و ادعای مبعوث منکرین نبوت در زمان رسول صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه هم ادعای از مشرکین قریش وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات کلام الله مجید رو شروع کردن به تبلیغ و به بیان کردن اینها به دنبال بهانه ها میگشتن برای این کار هر کسی بر حال به دلیلی بیشتر اونها از این میترسیدن که در خود پیامبر صلی الله علیه و, و در صداقتش و در امانتش هیچ شکی نداشتن قد ان انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله یجحدون پیامبر ما, ما میدونیم که در همین سوره انعام و نفس کردید که اونها یعنی مکه تو رو تکذیب نمیکنن اونها اعتراف داشتن به صداقتش و امانتش و پاکی ذات نازنین رسول صلی الله علیه و سلم اما بیشتر اونها خود آیات رو به خاطر این انکار میکردن که موقعیت اونها جایگاه اونها و اون بر حال ریاستی که داشتن در مکه مکرمه قیادتی که داشتن از بین نره در مکه مکرمه خب این عده رفتن یک دی رفتن به یسره به آن زمان مدینه امروز یهودیان اونجا بودن ساکنین اصلی مدینه یهودیان بودن که خودشون پیروان موسی علیه السلام می دانستن. و این عده وقتی که گفتن همچین اتفاقی افتاده و در شهر ما کسی همچین ادعای رسالت داره و اینکه کتابی بر او نازل میشه و هر روز میاد و آیاتی رو بر ما میخونه و میگه که اینها آیاتی از قرآن کریم هست کلام الله هست و اینها رو تلاوت میکنه ادای رسالت میکنه و در مقابل یهودیان منکر شدن منکر شدن از اینکه اصلا هیچ کتابی نازل نمیشه بر هیچ انسانی همچین چیزی نیست اصلا اونها کل این حقیقت رو منکر شدن این آیات نازل شد امروز هم ادهی هستن که به خاطر اینکه اسلام رو زیر سوال ببرن کل اصلا ارتباط آسمان زمین رو میخوان زیر سوال ببرن یعنی این طرف نمیخواد که حقانیت اسلام رو بپذیره اصلا میگه اصلا دینی وجود نداره اصلا ارتباطی پیامبری وجود نداشته اصلا هیچ کسی با آسمان در ارتباط نبوده و عجیبه که حالا خب ما مسیحیان رو داریم الان یهودیانی که دامی میکنن که پیروان موسی علیه و السلام هستن و تحریف شده ادیانشون اما خب همون اعتقاد باطلی هم که هنوز باقی مونده و هم اعتقاد تحریف شده هم بر حال معترف به ارتباط زمین و آسمان هست معترف به یک رسالت هست معترف به یک کتاب هست سوای این که حالا تحریف شده و دستخوش تحولات شده و هیچ باقی نمونده از اون اصل چیزی اما این حقیقت وجود داره الله تعالی در این آیه فرمود که به بالله من الشیطان الرجیم و من قدر الله حق قدره و ما قدرو و قدر ندانستن و ما قدر الله و ندانستن قدر الله تعالی رو قدر دانی نکردن قدر الله تعالی را ندانستن الله تعالی آن اونگونی که شایسته است و بایسته است نشناختن حق قدری و ما قدر الله حق قدری و قدر نگذاشتن الله تعالی را اونگونی که حق قدر شناسی الله تعالی است و مقام الله تعالی است آن هنگام اذ آن هنگام که قالو گفتن ما انزل الله على بشر من شيء اون هنگامی که گفتن قالو ما انزل الله نازل نکرده است ما که میاد جمله رو منفی میکنه ما انزل الله نازل نکرده است الله تعالی علی بشر بر هیچ بشری اون تنوین آخر یک قاعده در عربی ما داریم که نکره تحت النفی و فیدر عموم. وقتی که این بشرین این تنبین نکره که بر بشر اومده و اون ما انزل الله که نفی اومده یعنی که اونا کل عموم رسالت رو منکر شدن ما انزل الله علی بشر من شی اصلا الله تعالی بر هیچ انسانی چیزی نازل نکرد اونها این گونه گفتن در ادامه الله تعالی فرمود قل به اینها بگوی بر من من انزل الكتاب الذي جاء به موسی چه کسی من چه کسی انزل الكتاب نازل کرده اون کتابی رو که الذي که جاء بهی جاء کلمه جاء یعنی آمد اما وقتی که کلمه جاء یا هر فعل دیگری به کلمی به اضافه میشه فعل متعدی میشه یعنی معنیش تغییر میکنه اینجا جاء وقتی با به اومده یعنی دیگه معنای آمد نمیده معنی آوردن میده جا بهی آورد ذهب یعنی رفت مثلا ذهب بهی یعنی برد دیگه نمیگیم رفت میگیم برد جا بهی یعنی آورد قل من انزل کتاب الذی بگو چه کسی نازل کرده اون کتابی رو که جا بهی آورد آن را بهی آن را جا بهی آورد آن را موسا بگو اگر بر این خطاب به یهودیان هستی یهودیانی که منکر بودن الان هم ایده ای که منکر هستن یا باید تمام ادیان آسمانی رو منکر بشن کسی نمیتونه بیاد به خاطر زدن اسلام منکر بشه که خودش مدعی اتباع از یکی از ادیان آسمانی باشه بعد همچین دایم هم داشته باشه که نه همچین اتفاقی نیفتاد اصلا کتابی نازل نشده خب این تیشه بریشه خود زدنه الله تعالی فرمود کتاب اون یهودیانی که همچین حرفی زده بودن شما شما که خودتون پیرو موسی میدونید اگر الله تعالی بر هیچ کسی کتاب نازل نکرده پس اون کتابی که بر موسی نازل شد رو کی نازل کرد قل من انزل کتاب الذي جاء به موسی. اون کتابی که موسی آورد رو کی نازل کرده بود نورا همون کتابی که نوری بود تورات خطاب مراد تورات است اصل تورات تحریف شده که دیگه نسبتی با تورات ندارن نورن نوری بود و هدن و هدایتی بود برای مردم لناس تجعلونه قرار می دهید اون رو همون تورات رو ای مخاطبین ای یهودیان قراطیزه شما این رو قرطاسهای صفحاتی اینها رو شما کتیبه هایی کردید بخش بخشش کردید دونه ها برخی از اینها رو شما آشکار میکنید دونه ها آشکار میکنید برخی از اینها رو و تخفون کثیرن و بسیاری رو مخفی میکنید اون که به نفع شماست به نفع موقعیت اجتماعی شماست به نفع منافع اقتصادی شماست به نفع جایگاه و پست و مقام شماست اونو میگید اما اون چیزی که به ضرر شماست از روی هوا و هوس مخفیش کردید هستن خیلیا، اون جایی که آیات و قرآن احکام دین احکام شر به نفعشونه میان میگن یادم از یک جایی اوباما هم آیه قرآن میخوند اونجایی که به طرف بله قرآن اینجوری گفته اون چند هزار آیه دیگه ای که بر ضدش هست و که هرگز نمیخونه دیگه برای هر کسی به دنبال منافع خودش هست این موارد رو اون چیزی که به نفع شماست میگید اون چیزی که به ضرر شماست رو مخفی میکنه و علمتم این سوال هنوز ادامه داره و علمتم تعلیم داده شدید ما آنچرا که لم نمیدانستید انتم نه شماها ولا اباک و نه پدران شما این کتابی که موسی آورد اینی که نور و هدایتی برای مردم بود اینی که همین الان شما نصفش رو مخفی کردید نصفش دارید پیام میکنید اینی که شما رو به شما تعلیم داد اون چیزایی رو که نه شما میدونستید و نه آبای شما میدونستن اینو کی نظر کرد سوال تا اینجا سوال اما چون جواب مشخصه جواب مشخصه اونا روی همینطوری میخواستن یک چیزی گفته باشن کم نیارن دیگه اونا تا اون روز یهودیان در یسره یه به دامی کردن که ما پیروان آسمانی هستیم و همیشه بر مشرکین و قریش فخر فروشی میکردن که شما بت و ما پیرو یک دین آسمانی هستیم و ما کتاب داریم و ما پیامبر داشتیم حالا یک کس دیگه اومده از قریش و اینها در مقابلش کم آوردن مجبورن همیشه رو منکر بشه. اما جواب این سوال رو هم ندارن. لایتارو اون به نه تنها اشاره کرد به این که شما با این کار تیشه بریشه خودتون میزدید اشاره کرد که شما خیلی از این احکام تورات را هم نمیگید مخفی کردید علاوه بر این که شما آبا اجدادتون رو نمید چی نمیدونستن. شما علم نداشتید شما خدا به شما یاد داد تورات به شما یاد داد پاسخ نمیدن ای پهن بر ما اونا که پاسخ نمیدن شما در جوابشون بگو قل الله الله تعالی نازل کرد الله تعالی نازل کرد اون کتاب رو قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون بگو الله تعالی نازل کرده قرآن رو الله تعالی نازل کرد ثم سپس ذرهم رها کنون ها رو فی خوضهم در فرو رفتنشان خوض یعنی فرو رفتن یلعبون بازی کنن اینها رو بذار در همون گمراهی که فرو رفتن در همون اعتقاد و خرافاتی که فرو رفتن بذار همونجا خوش باشن دیگه با همین بازی کنن با همین سرگرم باشن با همین مشغول باشن بلشون کن. این نشان اوج خشم الله تعالی و غضب الله تعالی به قوم وقتی که قوم الله تعالی ول میکنه ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم اونا قومی نباشید که اونها الله تعالی رو فراموش کردن الله تعالی اونها رو دیگه همینجوری به باد فراموشی نمی‌سپره بلشو میکنه مینوزه بلشو بلشو کنه باشه همینجوری درو قاردخت این نه به این خاطره که الله تعالی اونها خیر اونها رو میخواد لا حسب الذين کفروا انما نمل لهم خیر لا انما نمل لهم و اسما این به این خاطره فکر نکنن که ما اونها را رها کردیم این خاطر که خیر اونها رو میخوام ما اونها را رها کردیم فرصت میدیم مهلت میدیم اونها به این خاطر که اونها بیشتر گناه بکنن تا نتیجهشی میشه در قیمت بیشتر عذاب میبینن اصلا در هم پی خود میارمون شون کن در همون چیزی که فرو رفتن بون باز چیزی که مشغولن مشغول باشن بعد از این که الله تعالی مشاره فرمود که همون کسی که تورات رو نازل کرده بوده یهودیان همون کسی که انجیل رو نظر کرده ای مسیحیان الان هم این آیه خطاب به تمام مسیحیان و یهودیانی هست و تمام اون کسانی که معتقد به یک کتاب آسمانی هستند و معتقد به یک پیامبر هستن معتقدن ما پیامبری داشتیم و آره هر که کی که میخواد باشه کتاب داشتیم ما یک آیین آسمانی داشتیم و اسلام رو میخوان زیر سوال ببرن این خطاب به همه اون هست همون کسی که شما بر این باورید که کتاب نازل کرده بر پیامبر همون شخص بر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم این کتاب رو نازل کرده این کتاب چیست و کتاب و این کتاب یعنی قرآن کریم و کتاب و این کتاب است که ک انزلناه ما نازل رو من الله با قدرت و عظمت خودم نازلش کردم مبارکون کتاب مبارکی است برکت داره تصدیق مصدق تصدیق کننده است مصدق الذی تصدیق میکنه آن چیزی رو که بین یدیه بین یدیه یعنی پیش یدیه یعنی دستان پیش رو قبل از این خطاب اینجا کنایه قبل از این است آنچه که پیش از این اومده از تورات و از انجیل و از دبور و از صحفی که بر انبیای گذشته داده شده در میبینیم ما میبینیم که در آیات مختلف قرآن کریم الله تعالی از تورات ذکر میکنه از انجیل ذکر میکنه حتی که در کتاب در زبور ما چی نوشته بودیم در تورات چی نوشته بودیم و کتبنا له فی الالواح و کتب و, و کتبنا علیهم ان النفس بالنفس در تورات در سوره مایده خواندیم الله تعالی حتی به برخی از محتوای تورات انجیل زبور و صحف انبیاء گذشته اشاره میکنه در آیات مختلف در سوره های مختلف الله تعالی فرمود که این قرآن اومده تا تایید بکنه اونها رو اصل اونها را. آنچه که امروزه به اسم تورات و انجیل و زبور هست که هیچ نسبتی با تورات و انجیل نداره الان ما چهار تا پنج تا انجیل داریم که ادعا میکنه که اصل انجیل اینه برخلاف قرآن کریم که یک نسخه واحد در کل امت اسلامی هست به هیچ چیز به هیچ چیز فرق نمیکنه و همین مسلمین بهش معتقدن کفاری که میگن تحریف شده که خونه که مسلمان نیست کسی که بر این اعتقاد که قرآن تحریف شده یا 16 هزار آیه است تو یه دیش فلان شده فلان شده خونه که مسلمان نیست اصلا این اعتقاد کفر که کافر است ما کاری با اون نداریم اما الله تعالی میفرماید که این کتاب مبارک رو ما نازل کردیم تا ولی تون تا اینکه پند داده بشن پند داده بشه ولی تون دیرا ام من تا پند بدی ای پیان بر من ولی تا این رو پند بدی ام من ام من قرآ ام من ام یعنی مادر القرا یعنی قریه ها ام القرا یعنی ام القرا یا یعنی اینجا در این آیه ام القرا ام القرا یعنی مادر سرزمین ها الله تعالی, تعالی تعبیر ام القرا رو برای مکه مکرم استفاده کرد ای پیامبر ما این قرآن رو که نوره مبارکه تصدیق کننده کتاب های قبلی است ناظر کریم تا تو ام القرا رو پن بدی شهر مکه مکرمه و من حولها و ماهول حول ام کل دنیا رو در بر میکرد تعبیر ام القرا مخصوص مکه مکرم است الله تعالی این تعبیر رو برای مکه استفاده کرد کسی خوشش میاد خوشش نمیاد این دیگه برمیگرده به کینو و بغض باطنی خودش که زورش میاد به مکه مکرمه میگه ام القرا این اسم رو دوز دیده گذاشته یه جای دیگه عجیبه که مثلا برای تهران ام القرا استفاده میکنن در حالی که تو تهران یک مسجدم برای یک میلیارد و 500 میلیون اهل سنت وجود نداره توش نواز بخونه بهش میگن ام القرا جهان اسلام الله تعالی ام القرا رو برای مکه استفاده کرده حالا کسی می دزده جای دیگه میگذاره اون خب دو دوز دیگه حالا فرقی نمیکنه از کجا بدوست ام القرا اسم صفتی که الله تعالی برای شهر مکه داده به خاطر اینکه مکه این مکرمه واقعا مادر در زمین بخاطر به خاطر وجود کعبه مسجد الحرام و روز پنج بار تمام مسلمین هیچ مسلمانی نمازش قبول نیست مگر اینکه رو به این شهر بکن و درباره فضایل مکه نیاز به تعریف نیست دیگه مسلمانی باشه و درش به مکه متعلق نباشه و معلق نباشه به مکه و مکه یک تعبیر دیگه هم دقت بکنید که ام قرآن مادر سرزمین ها یعنی ارزشمندترین مکان روی زمین ارزشمندترین مکان روی زمین چرا بهش میگن مادر سرزمین ها یعنی چون بهترینه چون مهمترینه چون مقدسترینه چون محترمترین مکانه با ارزشترین مکانه مقدسترین مکانه هیچ مکان دیگری بر مکه از افضلیت نداره طبق اینا حالا کسی دیگه میاد میگه فلان جا فلان جا فلان جا بر مکه افضلن نمیخواد قبول کنه آیه قرآن رو نکنه میخواد کافر بشه بشه من شاء فعل يوم من ما من شاء فعل يكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقا كسنة مخادي ما نعير نعير والذين يؤمنون بالآخرة كسانك إيمان وآخرات دران يؤمنون به إيمان ميران بقرآن والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به كسان كإيمان بآخرات دران قرآن ایمان بیاره یعنی چی؟ یعنی کسانی که بر این باور هستند که یعنی اول به این باور میرسن به این باور رسیدن که این دنیا همش این دنیا نیست که ما فقط در این دنیا زندگی بکنیم تقی به توقی خورده و یه چیزی به دنیا آمدیم و همین دیگه امروز و فردا زندگی میکنیم و بعدم که تمام شد تمام میشه دیگه هیچ بعدش هیچ چی نیست کسانی که از این تفکر میان بیرون بین باور هستن که امکان نداره این دنیا با این نظم و عظمت و این شگفتی پایانی داره همین مرگ ما پایان زندگی ما باشه چون این صفحه زیبا این طراحی عظیم و زیبا یک برگش ناقص میمونه اینطوری اون هم برگ زندگی انسان‌هایی که هنوز به سزای اعمال بعدشون نرسیدن انسان‌هایی که به ثواب و اجر و پاداش کارهای نیکشون نرسیدن تفاوت زندگی انسان‌های مختلف نعمت هایی که بیکی داده شده یکی داده نشده این عدم توازن اینها یک جایی بعد این ترازو به تعادل برسه کسانی که به آخرت اعتقاد دارن کسانی که هر روز که صبح میشه بر این باورن که یک روز دیگری دنیای دیگه, ای دنیا دیگه ای هم صبح میشه برای اینها هر وقتی که بهار میشه اینها بر این باورن که بهار دیگری هم برای عمر ما بعد از زمستان مرگ وجود داره که ما دوباره بزرگ میشیم دوباره به دنیا میایم دوباره رشد میکنیم دوباره در اونجا زندگی میکنه کسانی که ایمان به آخرت پیدا میکنن به قرآن ایمان میارن کسی که به سرای آخرت قرآن هم همین کار کارو داره میکنه یعنی قرآن هم میاد به دلایل عقلی که مطرح میکنه قرآن کریم در آیات مختلفش همیشه فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتی نگاه کن به روی آثار نعمت الله تعالی چگونه در این بهار زمین, زمین مرده رو دوباره زنده میکنه همون کسی که این زمین مرده رو زنده کرد دوباره شما رو هم زنده خواهد کرد دلایل مختلف اقلی الله تعالی در قرآن کریم ذکر میکنه تا این اعتقاد به قیامت رو به وجود میاره اعتقاد به قیامت که به وجود اومد خود به خود شخص ایمان میاره به قرآن خود به خود باور میکنه به یک کتاب آسمانی خودش باور میکنه به اینکه بالاخره یک سرنوشتی باید باشه و لاجرم بالاخره در مقابل قرآن سرخم میکنه و به قرآن ایمان بره ولذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون به کسانی که به آخرت ایمان دارن به ایمان میارند یعنی در مرحله اول به این باور به اعتقاد برسن که آخرتی هست اینها به ایمان به قرآن ایمان آوردن اینها به قرآن و هر چیزی که در قرآن است ایمان میارند چون میدونن که بالاخره یک برنامه زندگی ما علم غیبه دیگه آخرت غیبه بهشت غیبه دوزخ غیبه قبر غیبه و یکی باید باشه که برای ما از اینها خبر بده و اون الله تعالی است و یک کتاب آسمانی باید باشه یک دست نوشته بشر به درد ما نمیخورد اینها وقتی که ایمان میارن به آخرت ایمان میارن به قرآن کریم و وقتی که به ایمان آوردن به قرآن کریم آثار این ایمان در وجود اینها حویده است مهمترین آثار چیه؟ والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون کسانی که به آخرت ایمان میارن به قرآن ایمان میارن و هم على یحافظون و اینها بر نمازهای خودشون محافظت دارن و هم اون کسانی که ایمان آوردن به آخرت و قرآن على صلاتهم, صلاتهم بر نمازشون یحافظون محافظت کنندگانن محافظت میکنن بر نمازشون این کسانی که به قرآن ایمان آوردن کسانی که با آخرت ایمان پایبند نمازهای خودشون هستن الله تعالی اینجا اشاره میفرماید که تفکر به فکر قیامت بودن به فکر آخرت بودن به فکر سرای باقی بودن سبب میشه تا انسان در دنیا به اعمال صالحه رغبت پیدا بکنه انرژی پیدا بکنه وقتی انسان به فکر قبره به فکر مرگ به فکر یک دنیای دیگه است در این دنیا به فکر تلاشه به فکر کوششه به فکر ثروت اندوزیه وقتی که شب در تاریکی اتاق خودش میخواد بخوابه اون تاریکی اون رو یاد قبر میاندازه و تاریکی های قبر و تنهایی قبر میاندازه همونجا بلند میشه نواز میخواد تا این نماز به دردش بخوره در اون تاریکی و تنهایی قبرش این انسان وقتی که به یاد صحرای محشر میافته بیاد اون لحظات سخت بیاد اون روی یاروی روبرو شدن با الله تعالی هم کلام شدن با الله تعالی و حساب و کتاب خودش میفته همین دنیا رو وسیله قرار میده در همین دنیا میاد وضوع میگیره جانوازش میندازه به سوی ام القرا رو میکنه و شروع میکنه به تلاوت آیات کلام الله مجید تا به الله تعالی همین الان شروع بکنه به صحبت کردن تو رابطه از همین الان شروع کنه تا از همین الان باش حرف بزنه تا از همین الان استغفار بکنه توبه بکنه نماز رو الله تعالی خلاصه چکیره ای کل دین رو ذکر میکنه در نماز این صلات تنها عن و والمنکر نماز از کارهای فحشا و منکر انسان رو باز میداره مسلمانی که در نمازش میننگه نمیگم مسلمانی که نماز نمیخونه چون اون که نماز نمیخونه مسلمان نیست اون کافر اصلا از بیخ مسلمان نیست کسی که نماز نمیخونه مسلمان نیست اون این که نماز مسلمون این که نمازش یک قدر میونه محافظت نمیکنه اون راه درمانش چیه والذین یؤمنون بالاخره یؤمنون بهی و هم علی صلات یحافظون تنبلی در نماز عدم حضور قلب در نماز کوتاهی در نماز اگر کسی احساس میکنه در نمازاش اون حس نیست اون حضور نیست تنبلی هست یک خط میخونه یک وقت بعض وقتا میخونه بعض وقتا نمیخونه به جماعت زیاد پای بند نیست به نوافل زیاد پای بند نیست اهمیت نمیده به نماز بره فکر بکنه درباره آخرت بره بشینه به بر از مرگش فکر کنه فکر کنه که کی میمیره معلوم نیست کی میمیره امروز هستی یا نیستی فردا بره بشینه سر یه قبری نگاه کنه که این خونه ای منه تو خونه تاریک شب وقتی که میخواد به خوابه در قفر کرده همونجوری یادش میفته که تو قبر تک و تنها خیلی تاریک تر از این بری روز قیامت رو بررسی بکنه بره درباره قیامت درباره دوزخ فکر بکنه ببینه بخونه برید قرآن مطالعه بکنه سوره که درباره ده یا ده جز آخر الان خصوص درباره قیامت درباره بهش درباره دوزخ این رغبت ایجاد میکنه نماز انسان رو عوض میکنه و من نظلم من من علی الله کذبا او قال اوحی الی ولم يوحى الیه شيء بعد از این که الله در آیات 91 و درباره کسانی گفت که منکر اصل نبوت شدن از بی خبر رد کرده بودن اینجا باز درباره کسانی میگه که ادعای نبوت میکنه و کی ظالمتر و من اظلمو کی ظالمتر است من من از اون کسی که افترا اگه سرهم هم بخونیم میشه من من افترا از اون کسی که افترا میبنده الله بر الله تعالی کذبا یک دروغ رو ایک دروغ نسبت میدوند. از پیش خودش از طرف الله تعالی داره صحبت میکنه الله تعالی کسانی رو که از طرف اون صحبت میکنه بله انسان حق داره بیاد بگه الله تعالی در قرآن اینجوری فرمود آیه رو بخونه داره نقل میکنه از الله تعالی اما کسی که در قرآن چیزی ندید در حدیث صحیحی که پیامبر از قول الله تعالی این گونه فرموده باشه بسم اسم احادیث قدسی هم ندیده از پیش خودش چیزی همجوری تراشیده به الله تعالی نسبت میده از این ظالمتر الله تعالی میفهمد کی از این انسان ظالمتر که داره دروغ نسبت میده به الله تعالی کسی که به الله تعالی دروغ نسبت میده و ادعا میکنه که میاد میشینه میگه من به من بحی میشه من از طرف الله تعالی به من چیزهایی گفته میشه و من اظلمو ممن افتر علی الله کذبا او کسی که دروغ نسبت میده به الله تعالی یا میگه اون قال حیا ایلیه اون کسی که میگه به من وحی میشه اوحیه وحی شده است به من ولم یوحی ایلیه شیع اون در حالی چیزی بهش وحی نشده فقط من میای الهی وحی میشه به معنا که فرشته وحی بیاد و بهشون مسائل رو مطرح بکن برای غیر میای الهی همش یک الهام اون بحث دیگر است الهام وحی نیست گرچه تعبیر الله تعالی استفاده میکنه برای مثلا زنبور هست اما الله تعالی و او حرب کرد نهر به این معنی نیست که فرشته فرشته پیش زنبور هست که این کار میکنه. یک الهامه. اما به فرشته میاد میگه الله تعالی اینجوری فرمود فقط برای بیاست این مستقیم نسبت دادن به الله تعالی است قول کلام به الله تعالی الله تعالی میفهمد اون ادعی که میان میگن به ما وحی میشه یک عده دجالانی هستن بودن خواهند بود اینها میان برای فریب مردم میگن که من وحی میشه بهم به الهام میشه بهم به هم. فرشته میاد پیش منو نمیدونم نماز صبح مسجد حرام میخونم زور مسجد نبی میخونم عصر مسجد اقصا میخونم حضرت پیر صاحب شما کجا تشریف دارید نماز مسجد نمیایید من صبح به مریدای خرافی از خودش میگن که صبح میره مسجد حرام و زور میره مسجد نبی و مسجد میره مسجد اقصا رو در حالی که نشسته اون پشت تریاک میکشه نشسته داره حشیش استفاده میکنه نشسته اونجا داره با ناموس مردم واسه کنه هست کسانی که دارن سوء استفاده میکنن از نام دین در این آیه الله اون کسانی اشاره میکنه که میخواد سوء استفاده کنن از نام دین چه پیامبران دروغین چه کسانی که ادعای ولایت میکنن خودشون رو یکی از اولیای الله تعالی میخوان جا بزنن به زور بگن او حی الیه و لم یوح الیه شیم میخواد ادعا بکنه که من انسان بسیار بزرگی هستم بله فرشته میاد پیش منو وحی میشه به منو الان الله تعالی من اینجوری گفته به من وحی شد که فلان جاز فلان چیز اینجوری هست اینا باز کسایی هستن که گروه قبلی که در دعای گذشته ذکر شد کسانی بودن که ممکن کل نبوت بودن اینا باز ممکن اینا باز اثبات اینا برای خودشون ادای نبوت میکنن و به من میشه یعنی من اینکه پیامبر شدم ولی اینکه که پیامبر شدم میخواد خودش به مقام برسونه که یه گدی هر گفت ازش اطاعت کنن مال خواست بهش بدن ناموس خواست بهش بدن هرچی خواست بهش بدن اینا دزدان ناموس و مال و و من قال اون زیل و من مثل ما انزل الله و یا اون کسی که میگه منم ناظر میکنم مثل اون چیزی که الله تعالی ناظر کرد اون کسانی که میگن در برابر قرآن و کریم میخوام میگن خب قرآن کتابی ای که یک انسانی نوشته و آورده و ما هم میتونیم بنویسیم بیارید اگر این کنتم فی رای من نزدن نال و فعتو به من مثلی و دعو شهده و الله این کنتم ساده. اگر شما شک دارید که این کتاب رو از طرف الله تعالی بر پیامبر بر بنده مناظر شد یک چیز مثلش بیارید شما بنویسید دیگه یک سوره مثل این بیارید یک سوره مثل این بیارید الله تعالی میفهمد از این انسان ها ظالم تر نیست کسی که نسبت دروغ میده بر الله تعالی خودش رو یکی از انبیاء الهی میخواد پرس کنه یکی از اولیای الهی به دروغ میخواد خودش رو جا بزنه و کسی که به مبارزه میتره بر الله تعالی رو میگه من یکی میخوام بیارم کتاب مثل خدا میخوام بیارم یعنی چی کسی که همچین حرفی میزنه من میتونم اسم قرآن بیارم یعنی نوزو بالله کسی که این کتاب رو فرستاده الله تعالی وقتی گفت کسی نمیتونه هرگز نمیتونه مثل این بیاره یعنی نوزو بالله اون دروغ میگه دیگه این کار ذات الله تعالی است همون اول این خط اول این صفحه و ما قدر الله حق قدره اینها الله تعالی رو اونجوری که شایسته است نشناختن که این جرأت رو به خودشون میدن همچین حرفایی بزنن همین ها میگه به همه شعر ها اونه اون تعبیر اولی هست ولو ترا ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت و اگر میدیدی ای پیامبر ما اون لحظه ای رو که ظالمون همین کسانی که این حرف رو میزنن این ظالمینی که دروغ نسبت میدن فی غمرات الموت در غمرات در سختی ها غمره غمرات جمع غمره است مثل سکرات در سختی های موت در سختی های مرگ و تو باسطو هم در حالی که فرشتگان باسی تو گستردند دراز کردند ایدیهم دسته های خود رو و به اونها میگویند اخرجو انفسکم اگر میتونید خودتون رو نجات بدید اخرجو انفسکم امروز اگر میتونید شما که میگفتید ما وحی میشه شما که میدونید میگفتید ما یکی از اولیاء خدا هستیم شما که به دروغ خودتون رو انقدر بالا میبردید حالا نجات بدید جانتون رو از چنگال مرگ الیوم امروز تو جزاون عذاب الهونی جزا داده میشوید عذابی بسیار خارکننده به ما کنتم به سبب آنچه که تقولون كنتم تقولون أنشك مي قفتيت تقولون مي قويت. كنتم تقولون مي گفتيد. مش موازي استمرار بما كنتم تقولون بسبب أنشي زي كم مي گفتيد. على الله غير الحق با اون چیزی که نسبت می دادید بر الله تعالی به ناحق غير الحق به ناحق و كنتم عن آياته تستكبرون و شما بودید از آیات الله تعالی تستکبرون استکبار کنندگان و کنتو من آیاتی ای تستکبرون و شما استکبار میکردید تکبر میورزیدید از آیات الله تعالی وقتی آیات الله تعالی برای شما خونده میشد قبول نمیکردید سر باز میزدید به هر دلیل بعضی ها وقتی آیات کلام الله مجید بر اونها خونده میشه قرآن رو دیدشون نسبت به قرآن یک دید خیلی تحقیرآمیزه حاضر نیستن بپذیرن که قرآن بیشتر از اونها میفهم حاضر نیستن بدونن که اعتراف بکنن به فضل قرآن کریم نسبت به فکرشون نسبت به افکارشون نسبت به نظریاتشون یک دی علنا میگن به زبون میارن یکی دیگه نمیگن اما در عملشون در تعاملشون با قرآن و کلام الله تعالی این گونه مشخصه وقتی که بهشون میگیم کلام خدا اینه زیاد به دلش نمیچسبه وقتی کلام الله تعالی براش خونده میشه انگار که هنوزم منتظر چیز دیگه است منتظر کلام دیگه غیر کلام الله تعالی بشنوه تا یک چیزی رو بپذیره این هم نوع تکبر نسبت به کلام الله تعالی است چه دلیلی داره که این شخص نمیپذیره کلام الله تعالی منتظر چیه منتظر که چی بیاد در بحث دین دیگه منتظر چی میخواد باشه اگه این انسان به الله اعتقاد داره اعتقاد داره که خالقی داره به نام الله که اختیاردار کل عالمه و این آقا رو این خانم رو با تمام آن چیزی که بهش مینازه الله تعالی خلق کرده دیگه تکبر در برابر کلامش چه معنایی داره چرا نباید بپذیره چرا نباید وقتی که میشنوه بگه سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک چرا باید تسلیم میشه در براش بگه یا الله شنیدم چشم اطاعت میکنم منو ببخش اگر کوتاهی کردم و یقین دارم که مثلا تو تو باز میگرد چرا نباید اینطور باشه اگر این شخص واقعا اعتقاد به الله تعالی داره اجازه بدید تلاوت این سفر رو گوش کنیم من آیا آخر رو بگذارم برای پایان صحبت نشانه باز بعد از تلاوت برمیگردیم من آیه آخر بر برای تلاوت ان شاء الله در خدمت صلوات این سفر به صدای شیخ حدیث سب کل شنیدی میشانه که نزد برده باشید در پایان این صفحه الله در آیه 94 بعد از اینکه از آخرت گفت در آیه 92 کسانی که با آخرت ایمان دارند به قرآن ایمان دارند و نماز رو اون که شایسته است محافظت می کنند و برپا میدارند و در امتداد موضوع نبوت کسانی که ادعای نبوت داشتند و ادعای صفات انبیا رو داشتند اونها رو الله تا رو برحضر داشت و اونها رو انزار داد با یادآوری لحظه مرگ اون لحظه ای که انسان حقیقتا وقتی که بهش فکر میکنه چهار ستون انسان چهار ستون بدنش میلرزه مرگ تنها حقیقتیه میتونیم بگیم که هیچ کسی در روی زمین منکرش نیست خیلی وجود الله تعالی رو منکرن وجود یک ذات به عنوان خالق رو منکرن اما در وجود مرگ و اینکه پایان زندگی هر انسان و هر موجودی با مرگ هست در این دنیا این رو این کس انکار نمی الله تعالی در ادامه باز تاکید می نسبت به این موضوع ولقد جئتمونا فرادا بعد از اینکه جان از بدن خارج میشه این خطاب به انسان گفته میشه و به تحقیق که جئتمونا آمدید پیش ما آمدید پیش من من با عظمت و با قدرت الله تعالی فرادا تنها یکه و تنها نه پدر همراه شماست و نه مادر نه همسر همراه شماست و نه فرزند لحظه داخل شدن به قبر لحظه تلخیه برای کسانی که شاهدن اما خیلی وقتا ما شاهد بر خاک سفاری دیگران هستیم اما غافل از اینیم که روزی نوبت ماست بیاید یک لحظه خودمون رو بگذاریم جای اون کسی که داخل تابوت اون لحظه که تابوت رو میذارن کنار قبل و یک انسان به خاک سپرده میشه و تنها میره ولقد جئتمونا فراد. و به اون گفته میشه که بازگشتی به سوی ما تنهایی ای کسی که هزاران نفر دور برد بودند و دوستان و یاران و یاورانی داشتی ولقد جئتمونا فراد تنها اومدی ای کسی که بخاطر به دست آوردن یک زن یک مرد دنیای خودت رو دگرگون کردی پای تو کشتی سختی ها تحمل کردی سفرها تحمل کردی امروز تنها اومدی ای کسی که به خاطر به دست آوردن مال و تجارت و ثروت و پست و مقام عمری رو زحمت کشیدی خودت رو خسته کردی سفرها تحمل کردی خدای خودت رو فراموش کردی دین خودت رو فراموش کردی مسخره کردی تمسخر کردی نه نماز خوندی نه روزه گرفتی حاضر نشدی سر در برابر الله تعالی خم کنی امروز نوبتت رسید و لقد مونا فراد امروز تنها اومدی امروز تنها به داخل قبر اومدی نه مالت با تو و نه منالت امروز نه پدر همراه تو و نه مادر که به فریادت برسه و لقد مونا فراد امروز تنها به سراغ ما به پیش ما اومدی نه از دست پر مهر پدر برای تو خبری هست و نه از آغوش گرم مادر و نه از همدمی همسر و نه فرزند با تو است که از دستت بشه به تو کمک کن هیچ دوستی هم حاضر نیست بیاد داخل قبر با تو بخوابه ولی قد جئتمون فراد امروز تنها اومدی پیش ما نه از اون لباس های زیبا خبری هست نه از اون عصر، نه از اون ماشین های آخرین مدل و نه از اون امکاناتی که در دنیا داشته نه از اون مدرک و نه از اون پست و مقام جناب دکتر جناب مهندس جناب وزیر جناب رئیس جمهور جناب پادشاه هیچ کنم از اینا رو هم به همراه خودت نداری ولقد جئتمونا فراد این کلمه فرادا در این سور در این آیه تن انسانو می‌درزونه تنهایی خیلی سخته خیلی سخته تنهایی وقتی انسان احساس میکنه که هیچ کسی رو نداره نه از خانواده نه از دوستان نه از آشنایان نه از همراهان یکی و تنهاست وقتی انسان با تمام وجود احساسش میکنه موقع میفهمه که اینا چی داره میکنه خیلی سخته تا انسان خودش رو نگذاره جای اون مرده داخل تابوت نره داخل قبر بسته نشه یه فضای تاریکی رو تجربه نکنه شاید نتونه بفهمه که اینا چی داره میگه والا قد جتمون فرادا کما خلقناکم اول مره همون طوری که روز اول خلق کردم من الله با عظمت و قدرتم شما رو کما خلقناکم اول مر همون جوری که خلق کردیم شما رو اول مر همون روز اول همون طوری که از مادر تنها به دنیا آمدی لخت وریان نه کسی تو رو میشناخت نه اسمی داشتی نه پستی داشتی نه مقامی داشتی نه کسی رو میشناختی نه پولی داشتی هیچی نداشتی الان هم هیچی نداری ولی قد جئتمون فراد خلق خلقناکم اول مر و ترکتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم واتركديت گذشتيت ما خولناكم انچيزرك ما به شما اون چیزی رو که من الابد داده بودم از جمالت از مالت از کمالت از خانوادت از پست و مقامت از هر چی که داشتی بهش مینازیدی از اون هر چیزی که سبب شد که تو از خدا دور بشی از اون هر چیزی که تو رو از نماز باز داشت از روزه باز داشت از قرآن باز داشت از دین باز داشت از التزام به دین باز داشت از فکر به قیامت باز داشت همینا رو من بد داده بودم همه رو پشت سر گذاشتی و ترکتم ما و ظهورکم همه پشت سر گذاشتی و تنها اومدی وما نرى معكم وما نرى معكم و نمی بینیم به همراه شما شفاعاکم اون کسایی رم که فکر میکردی شفیعت تو شفاعت تو رو میکنن هیچ کدوم از اینا رو با تو نمیبینم بینم من الله اون کسایی که به خاطرشون نظر نیاز کردی به خاطرشون قربانی کردی از اونها کمک خواستی هی گفتی یا فلان ادرکنی یا فلان یا مدد یا فلان مدد فکر میکردی ها ولای شفعا اونا این الله اینا شفاعت ما پیش الله تعالی میکنن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذلفا ما اینا نمی پرستن مگر اینکه منو به الله تعالی نزدیک میکنن و ما نرا معکم شفعاءكم هیچ کدوم از اینا رو من الله امروز با تو نمیبینم هیچ کدوم نیستن اصلا چیزی نیست تو چیز یک بادی برای خودت غرق بودی فکر میکردی عبادت میکنی داشتی به گمراهی و زلالت میرفتی داشتی شرک میکردی به الله تعالی اون کسانی که بعد فبه هدا ها مقتده از راهشون اطاعت میکردی خود اونا رو داشتی میپرستیدی اسمش عوض کرده بودی داشتی عبادت میکردی اونا رو. فکر میکردی به دردت میخوانن و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا همون کسانی رو که زعمتم گمان میکردید که انهم اون عده فیکم شرکا در شما در عبادت شما در زندگی شما شرکا سهیمند فکر میکردی یک بخشی از مالت مال فلان ولیه فلان نبیه فلان بزرگه فلان پیره فلان منطقه است فلان قبر فلان بارگاه است فکر میکردی اینها در زندگی تو نقشی دارن شریکن باهات اینها بین تو و الله واسطه میشن اینا روز قیامت شفاعت تو رو میکنن فکر می‌کردی اینا میان به دردت میخورن فکر میکردی اینا به کمکت میرسن هیچ به کمکت نمیرسن خودتی و خودت خودتیو و توحید خودت توی و الله چقدر با الله نزدیک بودی؟ آیا با الله مستقیم صحبت کردی؟ آیا با الله رابطت رو خوب کردی؟ این کسایی که بین خودت و الله گذاشته بودی همه رفتن هیچکی نیست توی و خودت تمام تو لخت مادرزاد دفتی داخل قبر توی و الله هیچ کی بین شما ها نیست که بیاد به دردت بخور چیکار کردی برای خودت امروز را به دردت میخورن؟ همه این لباس ها ازت گرفته میشه پست و مقام ازت گرفته میشه مدارک ازت گرفته میشه دوست و آشنا و فامیل ازت گرفته میشه پارتی ها گرفته میشه کسایی که فکر میکنی شفاعت میکنن هم ازت گرفته میشن فلان آقا و فلان ولی و فلان نبی و فلان اولیا و فلان امام و فلان، هیچ کدوم به دردت نمیخوره و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرک لقد تقطع بینکم لقد قطع یقینا قطع بینکم قطع شد بین شما هر چی بود تمام رابطه شما قطع شد لقد تقطعت بینکم تموم شد رابطه میرفتی تا اون لحظه سر قبل میرفتی پیش فنانی میرفتی پیش فلانی میرفتی پیش پادشاهی میرفتی پیش وزیری میرفتی پیش صبحیری میرفتی پیش کبیری میرفتی پیش خانواده میرفتی پیش دوستت میرفتی فکر میکردی فلان ولی فلان همه به دردت میخوره هیچ همش تعطیل شد رفت قد شد قیچی شد همه چی تو موندی اعتقادت تو موندی و عبادتات تو موندی و و ظل ما کنتم تزعمون و گم شد از شما فوت شد از شما ما کنتم آن چیزی که تزامون گمان میکرد فکر میکردی مالت به دردت میخوره به دردت نخورد فکر میکردی پست و مقامت به دردت میخوره به دردت نخورد فکر میکردی دوستان و و لشکر و پیروان و قومت به دردت میخورن نخورد فکر میکردی اولیا و انبیا به دردت میخورن نخورد فکر میکردی که زیبایی و خوشکلیت به دردت میخوره نخورد هیچی به دردت نخورد و ظل و کنتم ما شما نجات از اون لحظه بسیار سخت اون لحظه که تنها به سمت الله تعالی باید برگرد از همین الان بیاد این لحظه باشیم از همین الان رابطه اونو به الله تعالی تجدید کنیم بغیر از الله تعالی هیچ کسی به درد ما نمیخواد و هیچ چاره ای نداریم لا ملجا من الله الا الیه بجز خود الله تعالی هیچ ذات دیگه ای نیست که ما از الله تعالی در امان بداره به خودش باید پناه ببریم به رحمتش به فضلش به بخششش از غذبش و از خشمش و از عدلش اگر ما رو بگیره که نجات نخواهیم یافت تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه تحمل کردید بنده رو و امیدوارم که الله تعالی توفیق بده که در برنامه های بعدی هم این برنامه رو ادامه بدیم همراه شما عزیزان و باز هم بنده بعد یک پوزش نسبت به شما داشته باشم نسبت برنامه‌ای که ترک شد و احمد جان شاهد و دوستان که خیلی تلاش کردم که برسم ولی خب شرایط جسمی اجازه نداد ان که ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید و تشکر ویژه از احمد جان و تمام عزیزانی که در کنترل هستند عبدالله و فرید و بقیه عزیزان کنترل و تا برنامه بعد همه شما عزیزان به الله متعال می سپارم الله یارو نگه نحيا. بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفيا رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدنا القلب ومفتاح الوفا بالقرآن نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا